سلام عرض می کنم خدمت همه دوستان عزیز، خصوصا عزیزانی که در ایران هستید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. توفیقی است که بار دیگه تو مناسبت دیگه خدمت دوستان میرسم. عنوان بحث امروز هست آقای طباطبایی، انقلاب و نظام، قسمت نهم. زیر عنوان بحث امروز هم هست مقایسه اندیشه سیاسی طباطبایی و بازرگان. بدون هیچ مقدمه ای وارد اصل مطلب میشم. خلاصه رو که در اعلان جلسه ملاحظه کردید. گفتار امروز یا امشب من، چون دوستان در جای مختلفی هستید، شامل 15 بحث و 5 بخش به این شرحه. یک بخش رو اضافه کردم، تکمیل مباحث گذشته، بار دیگر خانه روبروی مدرسه حجتیه، روابط طباطبایی و بازرگان، تحلیل انتقادی کتاب بحثی در مرجعیت و روحانیت و بالاخره مقایسه اندیشه سیاسی طباطبایی و بازرگان. با توجه به اینکه بحث رو کامل نوشتم، احتمال میدم که به این بخش آخر امروز وقت کفاف نده. اگر احیانا به اون نرسیدم، به ارائه اون نرسیدم، انشالله در جلسه آینده اون رو مطرح خواهم کرد. ولی چهار بخش اول رو انشالله توفیق بشه خدمتتون ارائه کنم. اما بخش اول، تکمیل مباحث گذشته. خب یه بخشیست من تو همه جلساتم دارم و مباحث تکمیلی که یا دوستان میفرستن یا خودم پیدا میکنم، سعی میکنم بحث گذشته رو تکمیل کنیم که انشالله زمانی که این بحث به تبدیل به کتاب شد، همه در جای خودش قرار بگیره و قابل استفاده باشه. این بخش اول 3 بحث رو درش مطرح میکنم. یکیش هست برتری آقای طباطبایی بر آقای خمینی در فلسفه، عدم حمایت آقای طباطبایی از مرجعیت آقای خمینی و اسناد ساواک درباره صاحبان حساب بانکی کمک به مبارزان فلسطین در سال 1349. همه بحثا مستنده. امروز هیچی فی الواقع مثل همیشه امر غیر مستند ارائه نمی کنم. اما بحث اول، برتری آقای طباطبایی بر آقای خمینی در فلسفه، این یک مقدمه داره و 2 روایت و 1 بررسی. این بحث رو قبل در گفتارهای قبلی من داشتم، خیلی هم باعث چالش شده، ادله جدیدی رو برای مسئله پیدا کردم، اونا رو میخوام عرض بکنم. اما مقدمه، توی گفتار امروز من فراوان از خاطرات آقای محمدعلی گرامی متولد 1317 نقل قول میکنم. ایشون الان از مدرسان درس خارج و مراجع حوزه علمیه قم هستن، شاگرد آقای بروجردی، آقایان بروجردی، خمینی و طباطبایی بوده و از مروجان آقای خمینی و مبارزان قبل از انقلاب هم محسوب میشه. اولین خاطره من از سخنرانی ایشون، سخنرانی آتشین ایشون در مجلس 40 سید مصطفی خمینی در مسجد نو شیراز در آذر 1356 بود. این مجلس آغاز فعالیت‌های انقلابی در شهر شیراز محسوب میشد. مجلسی بسیار شلوغ در پشتیبانی از مرجع تبعیدی برگزار شده بود. از زبان خود آقای گرامی بشنویم این مجلس رو چجوری ترسیم میکنه. میگه از طرف آقای آشیخ بادین محلاتی و مرحوم شهید سید عبدالحسین دستغیب، جلسه ای به مناسبت 40 حاج آقا مصطفی خمینی برگزار شد که از من دعوت شد و در شیراز هم اسم امام را مطرح کردم و به تفصیل در ابعاد مختلف زندگی امام صحبت کردم. جلسه شیراز شلوغتر از جلسه کرمانشاه بود. این در خاطرات ایشون آمده. صفحش هم نوشتم که دیگه حالا در متن کتبی میبینید. بیاد دارم من در اون زمان در اوائل 19 سالگی در این مجلس آنقدر برای آقای خمینی با صدای بلند مثل بقیه صلوات فرستادم که وقتی بعد از پایان جلسه از مسجد بیرون می آمدیم، اکثر شرکت کنندگان صرفه می کردند. این را در ابتدا تذکر دادم تا بدانید نکاتی که خواهد آمد
از زبان چنین فردی است، یعنی از عاشقان آقای خمینی و قاعدتا فرد منصفی هم هست. در گفتارهای قبلی اشاره کردم که آقایان طباطبایی و خمینی همسن بودند، هر دو متولد 1281. آقای خمینی از سال 1307 تا 1328 مدرس درس خصوصی حکمت متعالیه از جمله اسفار در حوزه علمی قم بوده و شاگردان اندکی داشته، شاگردان خودش انتخاب میکرده، اجازه نم درس آزاد نبوده که هر که خواست بیاد شرکت کنه، گلچین میکرده. آقای طباطبایی در سال 1325 از تبریز به قم میاد و تدریس عمومی اسفار را آغاز میکنه. یکی از علل تعطیل درس فلسفه آقای خمینی آغاز تدریس فلسفه آقای طباطبایی در حوزه علمی قم بوده. به گفته خود آقای طباطبایی که نوارش هم خوشبختانه در دست هست و این صحبت آقای طباطبایی در سال 58 بعد از ترور شاگردش مرتضی مطهری از رادیو ایران پخش شده، اونجا میگه که این عین عبارت آقای طباطبایی، میگه آقایان درس ایشان را ترک کردند و به حوزه درس ما منتقل شدند و شروع به تحصیل کردند. یعنی درس آقای خمینی بودن درس من. این آدرس کتبیش هم نوشتم، میتونید مراجعه کنید. با تدریس فلسفه آقای طباطبایی، درس فلسفه آقای خمینی تحت شعاع قرار گرفت. بسیاری از شاگردان او جذب درس فلسفه آقای طباطبایی شدند، تا جایی که آقای خمینی از سال 1328 تدریس فلسفه و عرفان را ترک کرد و به تدریس فقه و اصول روی آورد. یکی از علل نظر غیر مساعد آقای خمینی نسبت به آقای طباطبایی همین نکته بوده است، یعنی رقابت علمی. حالا روایت محمد علی گرامی را بشنوید. مرحوم، این عین عبارت گرامی است، مرحوم حاج آقا مصطفی، یعنی حاج آقا مصطفی خمینی برایم نقل میکرد، ایشون از شاگرد، از نزدی دوستان بسیار نزدیک مصطفی خمینی بود. تا وقتی آقای بروجردی به قم نیامده بود، پدرم یعنی آقای خمینی در فقه و اصول کار نمیکرد. تا قبل از آمدن آقای بروجردی به قم، امام اصلا به فقه کاری نداشت. ایشان با آمدن آقای بروجردی به قم تفکرش عوض شد و به فقه پرداخت. به همین منظور شبها تا دیر وقت مشغول تحقیق می شد. گاهی که خدمت ایشان می رفتیم کنارش کتاب اسفار را می دیدیم، ولی در درس صحبتی از اسفار و فلسفه نمی کرد. علت این امر شاید حملاتی بود که به عنوان عرفان و تصوف به ایشان شده بود. همچنین آقا مصطفی به من می گفت ایشان مشغول تدریس فلسفه بودند و شاگردانی در منظومه داشتند و اسفار می گفتند. من از کتاب امام کتاب فلسفی ندیدم تا بتوانم قضاوت کنم، ولی هرچه از ایشان دیدم عرفان بود. حدسم بر این است که ایشان، یعنی آقای خمینی، در عرفان بیش از فلسفه کار کرده است. کتاب مصباح الهدایه خیلی کتاب خوبی است. شرح حدیث جنود عقل که قسمتی عرفان عملی و قسمتی عرفان نظری است نیز همینطور. البته ایشان تدریس فلسفه داشتند، ولی ظاهرا کتاب در این زمینه نداشتند. بعد از ورود آقای بروجردی، مرحوم امام فلسفه را کنار گذاشت و دیگر اصلا از فلسفه صحبتی نمی کرد. وقتی در اصول صحبت از فلسفه به میان می آمد، می فرمود خوب، حالا که ما در این باب نیستیم، یا می گفت حالا که ما این حرفها را نمی فهمیم، و با این تعابیر خودش را از فلسفه دور نشان می داد. ما این گونه دریافتیم که فلسفه آقای طباطبایی بهتر است. این شاهد مثال بنده است از گرامی. در اصول هم امام وقتی بحث موضوع علم را مطرح می‌کرد و ما آن را با کلمات مرحوم آقای طباطبایی در این بحث مقایسه کردیم، می‌دیدیم فلسفه آقای طباطبایی بهتر است. در تفاوت بین علوم اعتباری مثل اصول یا علوم حقیقی مثل فلسفه، آقای طباطبایی بهتر وارد شده بود. امام همه را یک کاسه می‌کرد. می‌گفت موضوع علم لازم نیست و وحدت علم را وحدت موضوع نمی‌دانست. مرحوم آقای طباطبایی در این علوم را خیلی خوب دستبندی و تفکیک میکرد. بنابراین به نظر من مرحوم امام در عرفان و مرحوم طباطبایی در فلسفه بیشتر کار کرده بودند. البته شنیدم کسانی مثل مرحوم حاج آقا مهدی حائری یزدی که در معقول شاگرد امام بوده است، نظرش این بود که مرحوم امام در فلسفه بی نظیر است. البته من به هیچ وجه حاج آقا مهدی را، حائری را، با آقای مطهری قابل مقایسه نمیدانم. آقای مطهری از نظر عمق و دقت کم نظیر است. ایشان، مطهری، هر چه داشت از آقای طباطبایی بود.
آقای مطهری در فقه اصول از امام و در فلسفه از مرحوم طباطبایی استفاده بیشتری برده بود. پایان نقل قول از خاطرات آیت الله محمد علی گرامی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، سال 1381 منتشر شده، شماره صفحش هم نوشته. خب این یک نقل قول که حالا بعد خودم بررسی میکنم. حالا نقل قول دوم که من تا حالا از این فرد چیزی نقل نکردم، البته زمانی در اوین همبند ایشون هم بودم و اونجا ایشون رو ملاقات کردم. ایشون شوهر خواهر مقام رهبری آقای شیخ علی تهرانی هستن، متولد 1305. ایشون آقای تهرانی هنوز در قید حیات، بسیاری از علوم عقلی را نزد آقای خمینی شاگردی کرده و خاطراتی هم ازش توسط پسرش در پاریس منتشر شده. من بخش از این خاطرات رو امروز میخوام بخونم. این عبارت شیخ علی تهرانی: یادم هست زمانی که ایشون از زندان آزاد شده بود به شیراز آمد، با آقای حجتی کرمانی حفظه الله ما به استقبالشون رفتیم، اونجا سخنرانی کرد و اون زمان هم خب خیلی آتشین بود. اینم مال حدود سال 56-57 که من الان یادم. ایشون نوشته: مرحوم خمینی چند سال پیش از آمدن مرحوم طباطبایی به قم فلسفه و عرفان تدریس میکرد. بعضی از طلاب و علمای متحجر بر او و تدریسش اشکال و بدگویی میکردن. خود ایشان یعنی آقای خمینی چند بار این قضیه را که مرحوم حاج آقا مصطفی یک بار از ظرفی که جلو نماز مرحوم سید محمد تقی خانساری میگذاردند آب خورد، بردند آن ظرف را آب کشیدند به این بهانه که تابع، یعنی مصطفی تابع پدرش است و پدرش کافر و نجس است، نعوذ بالله. اینو نقل کرده، یعنی خود آقای خمینی اینو نقل کرده ظاهرا. حالا بعد میگه گفت، این گفتش به نظر من خود آقای خمینی گفته، آقای جعفریان تو کتابش گفته، شیخ علی تهرانی گفته. من عبارتو میگم، به نظر من این حرف آقای خمینی: من خود دیدم که در پشت دیوار مسجد عشق علی نوشته بودن حاج آقا روح الله علیه لعنت الله و ایشان به تدریس فلسفه و عرفان ادامه میداد علی رغم این فشاری که روش بود، تا زمانی که در مدرسه زیرزمینی مدرسه خان فصوص الحکم تدریس میکرد کتاب ابن عربی. و پس از تمام شدن درس یکی از شاگردانش که از زیرزمین به حیات آمد، طلبه ای ظاهرن ترک، محکم بر گوش او کوفت، یعنی به گوش شاگردی که تو درس عرفان آقای خمینی شرکت کرده بود سیله محکم زد که چرا به درس این کافر میروی؟ و ایشان یعنی استاد آقای خمینی صدای این سیلی و آن گفتار را شنید، پس از آن تدریس فلسفه و عرفان را ترک کرد. ولی مرحوم حاج آقا مصطفی از پدرش نقل میکرد، آقا مصطفی و شیخ علی تهرانی بسیار به هم نزدیک بودن، فوق العاده نقل میکرد که تدریس فلسفه و عرفان به خاطر این جنجال ها و اعتراض ها ترک نکرد، یعنی پدرشون، بلکه دیدم نتیجه‌ای که از این تدریس می شود اندک است، چون سطحی خواندن این علوم نه تنها سودمند نیست بلکه زیان‌آور است و عمیق خواندن این علوم نیاز به استعداد فوق‌العاده و زمان طولانی و اراده نیرومند دارد که در عصر ما نادر است. علامه طباطبایی، تهرانی ادامه میده، کم کم معروف شدند و اساتید دانشگاه مانند نصیر عصار و حسین نصر با او تماس گرفتند و مصاحبه او با پروفسور کربن معروف است. در مشهد راجع به نزدیک شدن به دانشگاه شاه با وی گفتگو می کردم که به آخر این نزدیک شدن منجر به آن شد که لباس دانشگاهی را به تنش کردند و با بعضی از اساتید دانشگاه در آن لباس از او عکس برداشتند و در روزنامه ها چاپ کردند. پایان نقل قول شیخ علی تهرانی در خاطراتش به کوشش دکتر محمود مرادخانی، پسر آقای شیخ علی تهرانی که در فرانسه سال 1196 منتشر شد. خب این دو تا نقل قول طولانی. حالا حرفای خودم. اولا تاریخ ورود آقای بروجردی به قم 21 بهمن 1123 است. تاریخ ورود آقای طباطبایی به قم سال 1125.
ترک تدریس فلسفه از سوی آقای خمینی و آغاز تدریس خارج اصول ایشون سال 1128. این که آقای خمینی به چه عللی تدریس فلسفه و عرفان را به کلی ترک کرد و به تدریس فقه و اصول روی آورد نیازمند تحقیق گسترده تر است. از جمله علل آن می تواند این سه مورد باشد: تحت شعاع قرار گرفتن درسش در قبال درس فلسفه آقای طباطبایی، فشار فراوان بر فلسفه و عرفان در آن ایام، و تلازم تدریس فقه و اصول با برنامه جامع ایشان برای به دست گرفتن قدرت سیاسی در آینده. این سه تا شواهد علت اول را در گفتارهای قبلی آوردم، یعنی تحت شعاع قرار گرفتن درس ایشون به واسطه درس فلسفه آقای طباطبایی. از گفتار اول تا چند مورد با عین صدای آقای طباطبایی هم گذاشتم و میتونید مراجعه بفرمایید. شواهد، از جمله شواهد علت دوم، از زبان خود آقای خمینی، اینو چون شیخ علی هم بهش اشاره کرده بود ذکر میکنم، این عین عبارت آقای خمینی: در مدرسه فیضیه فرزند خردسالم مرحوم مصطفی از کوزه آب نوشید، کوزه را آب کشیدند چرا که من فلسفه میگفتم. این توی منشور روحانیت 3 اسفند 67 و صحیفه امام اومده، آدرس کتبیش هم نوشتم. روایت گرامی و تهرانی: از مصطفی خمینی میتواند ناظر به علت سوم باشد، یعنی آماده کردن برای اون برنامه جامع به دست گرفتن قدرت. نظر خود تهرانی شیخ علی متمایل به علت دوم است، فشار. فشار روی کسانی که فلسفه و عرفان میگفتند. به نظر میرسد حرف خودم ترکیبی از هر سه علت میتواند مؤثر بوده باشد. اینکه کدام کس علت نقش بزرگتری ایفا کرده نیازمند شواهد بیشتری است. ثانیاً، گرامی قائل به تفوق فلسفی آقای طباطبایی بر آقای خمینی است. مهدی حائری یزدی و سید جلال الدین آشتیانی نظر عکس دارن، یعنی معتقدن آقای خمینی فلسفه‌شون هم از همه بهتر بوده. من در مورد سید جلال انشاءالله بنا دارم زمانی مستقل بحث کنم. مقایسه آثار فلسفی این دو استاد طباطبایی و خمینی، ممارست بر تدریس فلسفه، ممارست طباطبایی بر تدریس فلسفه و عدم ممارست آقای خمینی در این زمینه، و نظر شاگردان مشترکشون از جمله آقای مطهری نسبت به قوت فلسفی آقای طباطبایی، روی کرد گرامی رو تایید میکنه، یعنی برتری طباطبایی بر خمینی در فلسفه. مثال ملموس بحث موضوع علم نیز معید این روی کرد. خود من زمانی که در بحث خارج اصول آقای جوادی آملی شرکت میکردم، همین کاری که گرامی کرده اونجا کردم، یعنی مقایسه بین طباطبایی و خمینی در بحث موضوع علم، و منم به همین نتیجه رسیدم. فکر میکنم تو گفتار اول تو حواشیش نوشته باشم. حالا امروز خیلی حرف دارم، نمیخوام وارد جزئیات بشم. ثالثاً، در روایت تهرانی، این که نصیر عصار که این فرزند سید کاظم عصار بوده با آقای طباطبایی مرتبط بوده، من اطلاعی ندارم، سندی هم برایش ندیدم. این که طباطبایی لباس دانشگاهی به تن کرده با دیگر اساتید عکس گرفته باشد و جرایت هم منتشر شده باشد، جای تأمل و اما و اگر دارد. اگر چنین عکسی منتشر شده کجاست؟ هر که پیدا کرد بفرسته برای من. در جایزه سلطنتی کتاب سال 1333 و دکترای افتخاری سال 1152 من با تفحص فراوان و مراجعه به روزنامه های اون دوران همچه عکسی ندیدم. همچه عکسی وجود نداشت. این دو تا مسئله بوده که ایشون رو متهم میکردن که مثلا شرکت کرده. تو هیچ کدوم از دو جلسه شرکت نکرده بود. به روزنامه های اون زمان مراجعه کردم. قضیه وقتی حساس می شود که بدانیم یکی از اتهامات وارده به آقای طباطبایی از سوی آقای خمینی برای اخراج از اون خانه استیجاری که تو بحث بعدی می خوام بهش بپردازم، در اسفند 1345 ایشون بوده که طباطبایی استاد دانشگاه شده. حالا استاد دانشگاه شدن چه اشکالی داره؟ خلاف شرعه؟ مطهری استاد دانشگاه نبوده؟ مفتح استاد دانشگاه نبوده؟ خب این تا کنون وجهش بر من مشخص نیست که چرا استاد دانشگاه شدن طباطبایی که هرگز نشده بود اتهام بوده. هم شیخ علی تهرانی نوشته، هم تو مدارکی قبلا آوردم آقای خمینی اتهام رو نسبت به آقای طباطبایی میزنه. خب این ببونه، اگه کسی بیشتر اطلاعات پیدا کرد به من خبر. حالا
این بحث اول تمام. بریم سراغ بحث دوم. بحث دوم عدم حمایت آقای طباطبایی از مرجعیت آقای خمینی. این رو تقریبا تو مباحث گذشته من مطرح نکرده بودم. نکته در کتاب گرامی دیدم به نظرم رسید مهمه. اما گرامی چی نوشته؟ این عبارتش: مرحوم علامه طباطبایی پس از مرحوم آقای بروجردی 1340 آقای میلانی را ارجح از همه میدانست و تقلید ایشان را متعین میدانست و پس از او، یعنی پس از میلانی، مرحوم آقا سید عبدالهادی شیرازی را، احتیاطات را میداده به آقای سید عبدالهادی شیرازی. لکن آقا سید عبدالهادی حتی نظر آقای منتظری هم نسبت به سید عبدالهادی خیلی مساعد بود، یعنی ایشون هم آقای سید عبدالهادی رو خیلی مقام فقهیش رو بالا میدونست. ایشون بعد تقریبا مرجع کل شدن ولی دوام نیاوردن. یک سال بعد از وفات آقای بروجردی سید عبدالهادی از دنیا میره. این آقای گرامی نوشته. بعد دوباره جای دیگه نوشته مرحوم آقای میلانی شخصیت محترمی بود، زمانی که بحث مرجعیت مطرح شد آقای طباطبایی ایشان را حتی بر آقای سید عبدالهادی و آقای حکیم و نیز امام ترجیح میداد و حتی سایر آقایانی که در قوم بودند، باگه با آقای شریعت مداری هم رفیق بود، باز آقای میلانی رو ترجیح میداد. خب اینم آدرسش مشخص. حالا بررسی بنده. آقای طباطبایی در فقه و اصول شاگرد نائینی و محمد حسین غربی اصفهانی بوده رحمت الله علیه و خود نیز در دهه 20 علاوه بر فلسفه و تفسیر فقه و اصول هم تدریس میکرده. حاشیه کفایش رو من دارم و حاشیه بسیار ملاییه بسته. ایشان پس از درگذشت آقای بروجردی آقای سید محمد هادی میلانی که سال 54 از دنیا رفتن رو ترویج میکرد، ارجح میدونست. بعدش هم اسد عبدالهادی که آقای اسد عبدالهادی شیرازی سال 41 از دنیا رفتن. بنابراین آقای طباطبایی تا 54 از مرجعیت آقای میلانی حمایت کرده. هیچ شاهدی در دست نیست که ایشان هرگز از مرجعیت آقای خمینی حمایت کرده باشد، چه برسد به رهبری ایشون. این موضوع بحث این جلسه و گفتارهای ماست. اما نکته دوم در این بحث، روایت گرامی از اختلافات آقای خمینی و شریعت مداری و موضع آقای طباطبایی. این بحث البته من قبلا داشتم ولی روایت گرامی رو میخوام براتون بگم. یک هفته قبل از تبعید امام، یعنی پاییز 1343، آقای گرامی و دو سه نفر اسمی برده میرن خدمت امام، حضور داشتن. در آن جلسه مرحوم سعیدی، شهید سعیدی مشهور، به امام عرض کرد که ما و آقایان به این خاطر خدمت شما رسیدیم تا قضایای اختلاف درباره دار و تبلیغ روشن شود. امام کاغذی را آورد و فرمودند که آقای طباطبایی پیشنهادهایی برای حل اختلاف مرقوم فرمودند، یعنی حل اختلاف بین آقای خمینی و آقای شریعت مداری. و بعد نامه را، یعنی نامه آقای طباطبایی را خوندن. من این نامه را برخش را توی گفتارهای قبلیم آوردم. این نامه را آقای طباطبایی جهت وساطت میان امام و آقای شریعت مداری نوشته بودند. با اینکه امام در باطن با آقای شریعت مداری عنایت نداشتند، اعتقاد امام بر این بود که آقای شریعت مداری به خاطر بی‌توجهی با راه اندازی دارالتبلیغ عملا مانع مبارزات می شود و چون این کاری در این مقطع زمانی از توجه حوزه به بیرون از مرزهای خود جلوگیری میکنند. آقا مصطفی مکررن با من گرامی درباره این موضوع صحبت میکرد و میفرمود به اعتقاد ما و امام پدرش در قضیه دار و تبلیغ ساواک دخالت دارد و به آقای شریعت مداری فشار میآورد ولی او متوجه نیست. اینا تلقی پدر و پسر در مورد دار و تبلیغ آقای شریعت مداری. حالا اسناد ساواک هست، میشه رفت دید ببینیم این حرف صحت داره یا نداره. آقای دوانی تحقیق کرده میگه هیچ سندی در این زمینه نیست. بررسی. اولا آقای خمینی به فعالیت‌های آقای شریعت مداری خصوصا دار و تبلیغ بسیار بدبین بود. ثانیا آقای طباطبایی در نامه با آقای میلانی که نام الان در دست هست کوشید بین این دو فقیه آشتی دهد. در اظهار نظر ایشان، یعنی طباطبایی، که در گفتارهای قبلی به گوشهایی از آن اشاره شد، آقای طباطبایی متمایل به آقای شریعت مداری است و حساسیت‌های آقای خمینی را نزدیک به خسرت‌های شخصی ارزیابی کرده است. نکته بعدی در اینجا، آقای رسول جعفریان
محقق تاریخ به نکات مهمی اقرار کرده است. من این عبارتشو میخونم که فکر نکنید تو این برداشت ها فقط بنده هستم، چون من متهم میکنن که فرض بکنید من سوء نظری نسبت به آقای خمینی دارم. خب جعفریان این سوء نظر رو نداره دیگه. حالا ببینید چی گفت. روابط علامه طباطبایی با امام در این اواخر تیره بود و این مسئله دست کم بخشی از آن مربوط به آقای شریعت مداری است که از روز نخست حامی آقای طباطبایی بوده است. بعد تو پاورقی نوشته، پاورقی کتابش عنوانش هست جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی سیاسی ایران از روی کار آمدن محمد رضا شاه تا پیروزی انقلاب اسلامی سال 2057. بعد تو پاورقش خود جعفریان نوشته علامه طباطبایی که افکار و اندیشه ها و شاگردانش غالبا در مسیر انقلاب بودند و به آن پیوستند و حتی داماد وی مرحوم قدوسی نخستین دادستان انقلاب بود، خود میانه ای با انقلاب نداشت. اینو کدیور نمیگه. پس از بازگشت امام یک بار ایشان همراه با آقای آیت الله آملی لاریجانی، پدر این لاریجانی ها، به دیدار امام برده شدند که من جزئیاتش رو از زبان آقای مصطفی محقق داماد مستقیم نقل کردم. آقای جعفریان هم این مطلب از آقای داماد شنیده، اونم تو جلسه بوده، اون تو کتابش هم نوشت. امام در آن محفل هیچ توجهی به ایشان نکرد، همش نشست با آقای آملی گپ زدن. آقای طباطبایی که آمده به دیدارش کنف شد اونجا، هیچ اشاره هیچ عنایتی بهش نکرد، همه هم فهمیدن. خب اینم دیگری نقل کرده نبنده. همون جعفریان در ادامه نوشته زمانی که انقلاب شد تنها کانال ارتباطی او یعنی طباطبایی با انقلاب مطهری بود، آقای مطهری بود، زیرا وی از پیش در جرگه انقلابیون نبود. آقای طباطبایی به علاوه با آیت الله شریعت مداری هم نزدیک بود. خب چه گناهی بزرگتر است؟ بیم آن می رود که تصویر چندان مناسبی از ایشان طباطبایی در ذهن امام وجود نداشته است، هرچند گفته شده که آقای مطهری در این باره تلاش کرد تا زمانی هم که ایشان زنده بود که خب اردیبهشت 58 و به رغم آنکه دامادش مرحوم قدوسی دادستانی بود، خبر روشنی از مواضع ایشان یعنی آقای طباطبایی نسبت به انقلاب در دست نیست. گویا تقدیر این بود که یکی از بزرگترین ایدئولوک های انقلاب در دو سالی که در انقلاب زنده بود ارتباطی با آن نداشته باشد. با این حال مسئله نباید ما را از این نکته غافل کند که آموزه‌های علامه روی بسیاری از رهبران انقلاب مؤثر بود و شاگردان وی پس از انقلاب غالبا در مناصب مهمی از فکری و سیاسی مشغول کار شدند. هر دو شاگرد شاگرد مشترک آقای خمینی هم بودند. به خاطر شاگردی آقای طباطبایی به مناصب نرسیدند، به خاطر شاگردی آقای خمینی اون کارو بودند و اون مواضع مساعده رو نسبت به انقلاب داشتند. خب ایشون از این مسئله نکته غفلت کردند. جعفریان بررسی بنده. جعفریان پنداشته روابط تیره طباطبایی خمینی معلول نگاه منفی آقای خمینی و آقای شریعت مداری و حمایت های شریعت مداری از طباطبایی بوده. در حد اطلاع من آقای خمینی از دهه 20 نظر مساعدی با آقای طباطبایی نداشتند که از تعطیل دروس فلسفه تحت شعاع قرار گرفتن درسشون نسبت به آقای درس آقای طباطبایی شروع میشه. بیشک از اواخر دهه 30 قضیه شریعت مداری دارا تبلیغ هم مزید بر علت شده. در هر حال میتوان گفت که آقای طباطبایی بعد از درگذشت آقای میلانی آقای شریعت مداری را ارجح میدونسته و بعد از پیروزی انقلاب هم نظر نامساعد ایشون با آقای خمینی هیچ تغییری نکرده. اینا همه برای فهم این که چرا آقای طباطبایی میگه اولین شهید این انقلاب اسلام بود لازمه. اینا حرفایی است که شما اینا رو کنار هم قرار بدید و وقت میبینید چه جدولی تنظیم میشه. حالا من یه نکته بحثم رو این بحث این قسمت رو به یک نکته بسیار تیز میخوام به پایان ببرم. نقل قوله. روایت گرامی از مصطفی خمینی. آقای خمینی این عبارت. بعد از آن عاشورای 1383 قمری 13 خرداد 1343، یعنی دو روز دو شب قبل از قیام 15 خرداد گرفتند. عاشورا سخنرانی ایشان بود و فردا شب 12 محرم ایشان را گرفتند. ما خدمت ایشان خیابان آذر کوچه حکیم که روزه بود رفتیم. خدا رحمت کند حاج آقا مصطفی به من میگفت که آقام یعنی آقایم یعنی پدرم عقیدش این است که آدم باید خودش شاه بشود. این عبارت مصطفی خمینی. در خاطرات من این هست. این مطلبی که دارم نقل میکنم از
مصاحبه آقای گرامی با خبرگزاری سپاه تسنیمه، لینکش هم میذارم که خودتون بخونید. بعد میگه من این مطلب تو خاطراتم هم نوشتم، منظورش این بود که تا حکومت را نگیریم کار درست نمیشود، که با تعبیرش باید خودمون شاه بشیم به کار میبره. این مصاحبه در 6 بهمن 92 منتشر شد. اونچه در خاطراتشون اومده اینه: مرحوم آقا مصطفی به من گفت که در قضیه فیضی عقیده پدرم این بود که آن روز آنجا نیاز به امیری داشت تا فرمان بدهد که مهاجمان را بزنند تا اون وقت اوضاع آرام شود. خب کتاب ویراستار داره، ظاهرا ویراستار خوشش نیامده کلمه شاه رو بگذاره، مرکز اسناد انقلاب اسم شاه رو برداشته گذاشته جاش امیر. حالا خود یادشون میره که خود آقای گرامی میگه آقا من اینو تو کتابم نوشتم. خب شاه اینجا میگه اونجا با شاه نوشته باشه. خب کاری حالا نداریم. به نظر میرسد گرامی در خاطراتش هم از واژه شاه استفاده کرده بود، اما ویراستان را به صورت بی خطر فوق یعنی امیر در آورده. حالا جالب اینجاست، آقای خمینی قبلا چنین گفته بودند، این رو سال 1123 در کتاب کشف اسرارشون نوشتن، هیچ فقیهی تا کنون نگفته و در هیچ کتابی هم ننوشته که ما یعنی فقها شاه هستیم یا حق سلطنت با ماست. خب 20 سال بعد یعنی 1120 سال بعدش میشه 1143، به این نتیجه میرسد که اتفاقا فقیه باید خودش شاه بشود و 15 سال بعد 1157 بالاخره شاه هم میشود. ولایت فقیه مورد نظر ایشان هیچ فرقی با فقیه شاهی ندارد. تعارف که نمیخوام با هم بکنیم، واقعیت ایناست. خب این گذشت، این فلواقع بحث دوم هم خوشبختانه به سرعت به پایان رسید. حالا بریم سراغ بحث سوم، مستنداتی درباره حساب 3 نفره کمک به مبارزان فلسطین در سال 1949. این سند جدیدی گیرم اومد، یکی از دوستان که ازش تشکر میکنم، خب البته مجاز نیستم اسمشون رو ببرم، داخل ایران هستن، کتابی رو در اختیار من گذاشت به نام استاد شهید مرتضی مطهری به روایت اسناد، تدوین و انتشار مرکز اسناد انقلاب اسلامی 1378. یه سری نکات تو اینجا بود که به نظرم جالب. اولش یک بایوگرافی سرگذشت خودنوشتی از آقای مطهری اینجا میده که من هیچ جا ندیدم و چیزای بکری توش هست. حالا بر فرض که این باشه، فکرم نمی‌کنم دروغ باشه، این قرائن خارجی صدق میکنه. آقای مطهری اینجا نوشتند چون از لحاظ مالی وضعم در قم خوب نبود، من البته روایت های دیگری از فقر بسیار شدید آقای مطهری در قم و اهالی تهرانش دارم که مجاز نیستم به زبون بیارم و واقعا وقتی شنیدم اشک از چشمانم جاری شد. کارهایی که مطهری کرده بود که زندگی خودشو بچه‌هاش و زن و بچه‌اش رو اداره بکنه، نمیگم اینا رو اینجا، میگه که در وضعم در قم خوب نبود، حرکت به تهران کردن از طریق آقای منتظری به آقای بروجردی رو میزنه، آقای بروجردی حاضر نمیشه کمک بکنه. مدتی در مدرسه مروی بودم چون پدرم با مرحوم راشد، حسین علی راشد خدا رحمتش بکنه، صدای راشد شبهای جمعه از رادیو ایران پخش میشد، سخنرانی، تنها سخنرانی مذهبی از اونجا بود، همه مسلمان ها گوش میکردن، پدر منم گوش میکرد، من صدای راشد رو از کوچکی شنیدم، بسیار آدم محظوظی. میگه پدرم با مرحوم راشد در نجف هم دوره بودن، در تهران با راشد به راشد نزدیک شدم و ایشان هم دست مرا گرفت و اکنون در دانشگاه معقول و منقول دبیر پیمانی شدم. یعنی بردن مطهری به دانشکده الهیات کار راشد بوده، خدا رحمتش کنه. به جای راشد درس میگویم، حتی درس خودشو میده به مطهری که راهش بندازه و ماهی 500 تومان حقوق می گرفتم و دارای تألیفاتی در فلسفه هم می باشم که چندین جلد آن چاپ شده و چندی پیش هم جایزه سلطنتی برای بهترین کتاب برای من صادر شد. منظورش خودش هم نوشته، منظور کتاب بیادماندنی اصول فلسفه و روش رئالیسم آقای طباطبایی با پاورقی مطهری، البته به نام آقای طباطبایی اونجا جایزه داده شد. این منظری که اکنون در خانه ری کوچه دردار دارم از دولت جایزه سلطنتی رهن کردم. منابع استوس گزارش ساواک،
منابع از وی نقل کردند که بعضی وقتها از مصدق السلطنه تعریف میکرده است و میگفت مصدق آدم وطن پرستی بود. این سند شماره یکی تو این کتاب، این کتاب اسناد ساواک. دوم، حالا حرفامو بعدا میزنم، درباره جمع‌آوری و جهت سازمان الفتح فلسطین، خلاصه مشخص ها چندین صفحه، من تو 3-4 صفحه خلاصه کردم. اومده ساواک این 3 نفر رو معرفی کرده که اینا کی هستن که اومدن حساب رسمی تو بانک افتتاح کردن، تو روزنامه هم نوشتن ملت بیاد به مسلمان فلسطین کمک بکن. الف، شیخ مرتضی مطهری، فرزند حسین، شغل استاد دانشکده الهیات، از روحانیون افراطی و طرفدار نهضت به اصطلاح آزادی، این عبارت ساواک. ب، سید ابوالفضل موسوی زنجانی، فرزند محمد، از وعاظ افراطی، طرفدار نهضت به اصطلاح آزادی. پ، محمد حسین علامه طباطبایی، خیلی کرده گزارشگر مخبر بی سواد ساواک فکر کرده علامه جزء فامیل آقای طباطبایی، محمد حسین علامه طباطبایی، فرزند محمد، از روحانیون مقیم نجف. حالا این روحانیون مقیم نجف بوده و فاقد سابقه می باشد. این صفحه 154 کتاب است. ضمن مراقبت ادامه داده، ضمن مراقبت از شیخ مرتضی مطهری در آخرین تحقیقی که به نحو غیر محسوس راجع به نحوه مصرف رساییدن وجوه مورد بحث از وی به عمل آمد، یاد شده اظهار داشته است که قصد داشته این پول را در اختیار یکی از مراجع شرع ساکن ایران که احتمال می رود آیت الله شریعت مداری باشد بگذارد تا او به هر ترتیب که می خواهد عمل کند. مبلغ جمع شده 45,000 تومان بود. سال 49 این 3 نفر 45,000 تومان علنی جمع کردن تو حساب بانکی که بفرستن برای فلسطین. سوم، توی همین موضوع، از سازمان امنیت تلفن زدند که حساب را ببندید و هرچه پول جمع آوری شده بیاورید به ما بدهید. این تو خاطرات فضل الله محلاتی آوردم. آقای مطهری خیلی ناراحت شده بودن، از دانشکده به من، یعنی به محلاتی تلفن کرد. وقتی رفتم آنجا گفتم چه کنیم، من فکری به ذهنم رسید، گفتم این پولها را به آنها ندهید، بروید از آقای شریعت مداری قبضی بگیرید، بعد هم به سازمان امنیت یعنی ساواک بگوید این پولها را که شما گفتید نفرستید ما نفرستادیم، برای اینکه مصرف فقرا شود دادیم به آقای شریعت مداری که ایشان خودش به فقرای محل یعنی تو ایران کمک کند. به ایشان یعنی به مطهری گفتم ولی پول را به آقای شریعت مداری ندهید، قبضش را بگیرید. شریعت مداری هم خوب نمیتوانست ندهد، بالاخره قبض ها را گرفتند و به ساواک دادند و پولهایش را ما یعنی محلاتی گرفتیم بردیم مکه به فلسطینی ها دادیم. این از خاطرات محلاتی. بعد خدمت شما این مطلب را تام کتاب اسناد ساواک نوشته شده، این خاطرات محلاتی رو اونجا آورده. من تشکر میکنم دوستی که به این من این کتاب رو معرفی کرد و باعث شد من دار بدم. حالا عرایز خودم این هست که خیلی خوب ما بشنویم بررسی. مطابق نکته اول، اولا جایزه سلطنتی 5,000 تومانی سال کتاب سال 1133 در رشته فلسفه توسط آقای طباطبایی دریافت شده. این سندش من نتونستم پیدا کنم، نرفته توی مراسم، اون جایزه رو گرفته. 5,000 تومان سال 1133 هم کم پولی نیست. آقای طباطبایی بخشی از اون رو، یعنی بخش قابل توجهش رو به محشیش شاگردش مرتضی مطهری داد رحمت الله علیه. مطهری با اون جایزه رفته خونه رحم کرده. کجا بودید؟ مراجع کجا بودن به استادش مثل مطهری برسن؟ با جایزه سلطنتی رفته کتاب برای خونه رحم کرده. اون کجا؟ جنوب تهران، خیابون ری. مطهری با همان جایزه نقدی خانه در خیابان ری رهن کرده. ثانیاً مطهری برخلاف استادش آقای خمینی محمد مصدق را خادم ایران می‌دانسته و از او تعریف می‌کرده است. آقای مصدق، آقای خمینی می‌گفتند رئیستان مسلم نبود. اولین اتهام من تو دادگاه ویژه بود که تو از مسلمانی مصدق دفاع کردی. حالا دیدم مطهری هم کرده. گفت آدم خادمی است. خادم بود. در نکته دوم، مطهری و سید ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی طرفدار نهضت آزادی معرفی شدند. راسته. هر دو از دوستان بازرگان صحابی و طالقانی مؤسسان نهضت آزادی بودند. اما درباره آقای طباطبایی در سند ساواک نوشته شده سال 49 از روحانیون مقیم نجف فاقد سابقه.
خب مرادش تحصیل کرده نجفه، حالا بخوام درستش بکنم، مقیم قم تحصیل کرده نجف، چرا که ایشان از سال 25 مقیم قم بوده، 25 تا 49 میشه 25 سال، 24 سال. این که آقای طباطبایی در سال 1349 فاقد هر گونه سابقه در ساواک بوده نشون میده که ادعای سابقی که تو جلسات قبل از آقای جعفر صبحانی مبنی بر احضار آقای طباطبایی و بازجویی از ایشان بابت مقاله ولایت زعامت در کتاب بحثی درباره مرجعیت روحانیت چقدر بی اساس بوده. سند سال 49 میگه فاقد سال 49، یعنی 8 سال قبل بعد از انتشار کتاب بحثی درباره مرجعیت روحانیت، معلوم شد نه خیر، نه ایشون بازرویی شده، نه ایشون احضار شده، نه ایشون سابقه سوی داره. نمیدونم چه اطلاع نادرستی به گوش آقای صبحانی رسوندن که همچون مقطع بیپایی فرمود. این تو گفتار هفتم اشاره کرد. در نکته سوم و انتهای نکته دوم درباره کلاه گذاشتن سر ساواک از طریق گرفتن قبض سوری از آقای شریعت مداری و انتقال پنهانی وجه جمع‌آوری شده از طریق مکه به بمبارزان فلسطینی استفاده شده. راستی آقای مطهری با آقای شریعت مداری راستش رو گفته بوده که ما میخوام چه کار بکنیم، یا اعتماد نکرده بوده، بهشون نگفته بوده؟ اگر واقعا قضیه به اطلاع ایشون اطلاع داده نشده بود، آیا کار اخلاقی بوده؟ آیا مطهری آقایان طباطبایی و مشتهد زنجانی را در جریان شیوه انتقال وجه قرار داده بود یا نه؟ با توجه به مشکل امنیتی بعید است اطلاع داده بود. بر فرض صحت گزارش سواک و صحت خاطرات محلاتی، آیا کار آقای مطهری اخلاقی بوده؟ پاسخش ساده نیست. اطلاعات منم کافی نیست اظهار نظر کنم. فقط گفتم هر کاری امروز میکنیم فردا چند دهه بعد کسانی از بنده میان سوالا رو مطرح میکنن که این کارا اخلاقی بوده یا نبود. بگذاریم. خب این بخش اول تمام شد. حالا میریم سراغ بخش دوم. بخش دوم بار دیگر خانه روبروی مدرسه حجتی. ممکنه به من ایراد بگی تو چه ویر داری به این خونه؟ این خونه خیلی تاریخ داره. این خونه بسیار مهمه. حالا میخونم یک گزارش کوتاهی رو ابتدای ذکر کردم و چند سه سند جدید پیدا کردم نسبت به این و بعد ببینید چه اتفاقاتی افتاد. تاریخچه مختصر این خونه. اینایی که قم یا قم هستن یا با قم آشنا هستن مدرسه حجتی رو میدونن کجاست. روبروی مدرسه حجتی درمانگاهی به نام قرآن اطرت. این خونه یک بخشیش که بعداً ملحق به درمانگاه قرآن اطرت میشه اونجاست. بسیار جای خوبی است، مرکز شهر قم و به هر حال اتفاقاتی افتاد. خان متعلق به حسین خرمی از حوالی آذر 1337 تا بهار 1143 در اجاره ساواک قم بوده. اولین اداره ساواک در شهر قم توی خونه تأسیس شد. پس از تخلیه خانه از سوی مستأجر در یعنی ساواک در تاریخ 12 خرداد 1143، تاریخ ها دقیقه، بر اساس گزارش اسناد ساواک دارم عرض میکنم، مالک خانه خودش رو به ازای 90 هزار تومان زیر قیمت به عنوان بدهی خم به شکل محضری به آقای خمینی منتقل میکنه. خونه بدنام شده بود، میخواست از شرش راحت بشه، میدارتش میگه که میفرسته اونجا. تو شهر مثل توپ صدا میکنه که خونه به این بزرگی رو 90 هزار تومان داد به عنوان سر خمس. آقای خمینی هنوز تهران هست، هنوز قم هستن، چند ماه قبل از تبعیدشون، تازه از زندان البته بیرون اومدن. آقای طباطبایی به همراه پسرش عبدالباقی و عروسش خانم نجمه حائری یزدی از تابستان 1143 تا اواخر زمستان 1144 تا اواخر زمستان 1145 به عنوان مستأجر در این خانه زندگی کرده با مال و اجاره ماهی 300 تومان 301 تومان. در تاریخ 10 اسفند 1345 با فشار محمد حسن اعرابی نماینده و داماد مالک، شوهر خانم فهیمه مصطفوی و داماد آقای خمینی و نماینده ایشون، خونه رو به سرعت آقای طباطبایی تخلیه میکنه. میشنوه که آقای خمینی راضی نیست. خانه بعد از اخراج آقای طباطبایی گفته میشه که به کتابخانه تبدیل میشه. بعد از غارت کتابهای کتابخانه توسط ساواک در پاییز سال 1146 خانه در اختیار طلاب متأهل قرار میگیره. جشن ازدواج سید احمد خمینی
با خانم فاطمه طباطبایی، با حضور همسر آقای خمینی، خانم خدیجه ثقفی، در تاریخ 25 مهر 1349 در همین خانه برگزار شده. پس خانه خیلی تاریخ داره. بالاخره این خانه در سال 1150 به دستور آقای خمینی، آقای خمینی خوشش نمیومد، خوشش نیامده که پسرش رفته توی خونه عروسی گرفته، اما نامه در طایفه امام حذف شده. از جاهای دیگه صحیفه به دست میاد که پسرش رو تشرف داده، فرش چه کاری کردی رفتی؟ کردی خونه خمسه، توش نمیتونستی بده جشن بگیر. بالاخره دستور میده به دامادش خونه رو در اسرع وقت با مزایده به فروش برسون و بچش رو به نجف برسون و همچه کاری هم میکنه و به فروش میرسه و به درمانگاه قرآن و عطرت ملحق میشه. همین درمانگاهی که هست نصف همین بخشش همین ساختمونه که مورد بحث. حالا سه تا روایت تازه میخوام اینجا نقل کنم. روایت اول روایت محمد علی گرامی، عنوانش هست حمله به بیت و کتابخانه امام. یکی از وقایع سال 46 حمله به بیت حضرت امام و به غارت بردن کتابخانه ایشان بود. درمانگاه قرآن و عطرت کنونی در خیابان حجتی قم در گذشته منزل آقای خرم بود. خب این نکته تازه، قبلی ها نمی نوشتن. و او این منزل را به عنوان سهم امام به آقای خمینی داد، اینم درست. و مدتی نیز در اجاره آقای طباطبایی بود، اینم درست. آقای طباطبایی منزل نداشت، حالا این حرف جدید، و قبلا در منزل دکتر تمدن واقع در کوچه ارک مستأجر بود. من گرامی به خاطر ترجمه تفسیر المیزان به آنجا رفت آمد داشتم و پس از آن در منزل حاج آقا تقی قومی واقع در کوچه ممتاز سکونت داشت، بازم اجاره. آقای حائری یزدی، آشیخ مرتضی، پسر بزرگ آشیخ عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمیه قم، برای امام پیام داده بود که علامه طباطبایی منزل ندارد و با این همه خدمات خوب است این منزل را به ایشان واگذار کنید. امام فرموده بودند گوش کنید، اینا رو، اینا خیلی مهمه، اینا برای شناخت روحیه، تقوا، عدالت، عدالت بزرگان ما را لازم ما بدونیم. امام فرموده بودند آقای طباطبایی پیر مرد است و پس از او به فرزندانش میرسد، آنها که روحانی نیستند، لذا واگذاری وجوه این منزل را به آنها قبول نمی کنم. پیام دادند که به علامه بگویید منزل را خالی کنند. پیام که به علامه رسید ایشان خیلی ناراحت شدند و فوراً به فرزندش آقای عبدالباقی گفتند به دنبال اجاره منزل دیگری بروند. پس از رفتن علامه آن خانه مدتی کتابخانه شد. روزی ماموران ساواک حمله کردند و کتاب‌های کتابخانه امام را بردند و کتابخانه را تعطیل کردند. در میان آنها کتاب‌های امام نیز موجود بود. بعد یه پاورقی این مصحح دامودی را ویراستار تاریخ و چیزا را نوشته و یه فری هم مبالغه کرده که حالا به خاطر حفظ وقت بعدش می‌گذارم، خواستید توی متن کتبی بخونید. این روایت حال حرف خودم، حائز نکات حائز قابل توجهی است. اول خانه سیجاری قبلی آقای طباطبایی در قم رو معرفی کرده، یعنی بدونیم فردی با این میزان خدمت به جهان اسلام، به تشیع، به قرآن، به حکمت اسلامی چجوری زندگی میکرده. آدرس خونه استجاری اول، خونه استجاری دوم، خونه استجاری سوم اینجا آمده. من متاسفانه صابخونه های قبلی رو نمیشناسم. اگه کسی دکتر تمدن یا حاج آقا تقی عراقی رو میشناسه به من معرفی کنه، بگه که تاریخ تولدشون، تاریخ وفاتشون، هرچی هست اینجا بنویسیم که بحث کامل بشه. و سومین مالک خونه آقای خمینی هستن که همین خانه روبروی مدرسه حجتی. نکته دوم، منزل روبروی مدرسه حجتی متعلق به حسین خرمی، نه خرم که اسمش رو آقای گرامی اشتباه نوشته. گفتم در چه تاریخی به چه مبلغی این به آقای خمینی منتقل میشه، اما آقای گرامی اشاره نکرده، نمیدونم چرا. ایشون که قم بوده میدونسته که این خونه خلاصه چندین سال، یعنی 37 تا 43، 6 سال در اجاره ساواک بوده، مرکز ساواک در قم بوده، چرا اشاره نکرده. آقای طباطبایی از حدود 20 ماه توی خونه زندگی کردن، مستأجر بودن. گرامی توضیح نداده چرا آقای خمینی مستأجر خودش رو در زمستان از خونه اخراج کرد. طباطبایی، من قبلا سنداش رو بردم، حالا یه اشاره میکنم، طباطبایی به علت فقر
نتوانسته بود مال الاجاره 3 ماه را بپردازد. چون از وجوهات شرعی استفاده نمی کرد، حاضر نشده بود مال الاجاره پرداخت نشده توسط آقای خمینی به عنوان وجوهات شرعی محسوب شود. آقای خمینی رو بهش پیشنهاد میکنه، گفت دخترش، زن آقای قدوسی رو میگه پدرم، یعنی آقای خمینی رو به پدرم پیشنهاد کرد، پدرم نپذیرفت، گفت من وجوهات شرعی استفاده نمیکنم. اینا آدمای صاحب پرنسیپ بودن. علاوه بر آن، آقای طباطبایی از سوی آقای خمینی به عنوان استاد دانشگاه، آخوند اوقافی متهم شده بود. هیچ کدومش درست نیست. همه رو من مورد به مورد اینا رو بررسی کردم. دلچرکینی تعطیل دروس فلسفه ایشان به دلیل تدریس آقای طباطبایی هم مزید بر علت بود. چهارم نکته دیگه، نکته تازه این روایت، آقا مرتضی حائری یزدی، آقا مرتضی پدر زن آقا مصطفی خمینی است. از ناتوانی آقای طباطبایی در پرداخت اجاره مطلع میشه، رو میاندازه، بلند میشه، میره پیش آقای پسندیده. اینا آقای مصطفی محقق داماد که خودش شاهد بوده برای من گفت، من آورده بودم، حالا یک روایت دیگه، میره پیش برادر بزرگتر وساطت میکنه. آقای پسندیده هم نظرش مساعد بوده، اما باید از آقای خمینی اجازه بگیره که در مقابل خدمات فراوان علمی آقای طباطبایی خانه به ملکیت ایشون در بیاد. واقعا هیچ جایی به خدا دین به هم نمیخورد اگه همچه کاری صورت میگرفت. نکته تازه روایت گرامی، پاسخ آقای خمینی است که بعد از مرگ آقای طباطبایی خونه به فرزندانش میرسه که روحانی نیستن. مثلا روحانی بودن چه گلی میزدن به سر آقای طباطبایی؟ خودش موضوعیت داشته، نه فرزندانش. آیا ایشان، حالا بنده یه راه حل فقهی عرض میکنم، یه بحثی، یه کتاب فقهی داریم به نام سکنا. سکنا یعنی این که ما فردی رو در یک ملکی سکونت میدیم بدون اینکه به ملکیتش در بیاریم، مادام الحیات ایشون از این ملک استفاده میکنه، مالکش هم نیست، بعدم از دنیا میره شما باید خودت مالکش میمونی. نمیتونستی رو سکنای با آقای طباطبایی بکنی؟ فقیه بودی؟ میتونستی؟ چرا نکرد؟ ارادهشو نداشت. اما در کتاب دختر آقای خمینی، اقلیم خاطرات، مال خانم فهیمه مصطفی، این که آقا مرتضی حائری آمده چون این تقاضای کرده به شکل تحریف یافته نوشته شده که من نمیخوام وقت رو بگیرم، گفته که اونجا نوشته که میخواست خونه رو به اسم پسرش بکنه. مرتضی حائری همچه تقاضایی میکنه؟ مایه تأسف، اینجور تاریخ نگاریه مایه تأسف. پنجم، در مورد اینکه خانه بعد از اخراج آقای طباطبایی کتابخونه میشه در روایت بعدی بحث میکنه. اینکه کتابهای شخصی آقای خمینی در زمره کتابهای مصادره شده بوده صحت داره. خب بگذاریم. حالا روایت دوم با روایت جدید، روایت سید حسین مدرسی. گفته شده که بعد از اخراج آقای طباطبایی خانه به کتابخانه تبدیل شد. دنباله ماجرای خانه را از زبان دکتر سید حسین مدرسی طباطبایی، نویسنده کتاب مکتب در فرآیند تکامل، استاد دانشگاه پرینستون بشنوید. این عبارت رو آقای رسول جعفریان در پاورقی کتابش نقل کرده که من از اون نقل میکنم، بعد خودم با ایشون صحبت کردم، اطلاعات اضافی رو میدم. کتابخانه امام خمینی در خیابان حجت تا آنجا که به خاطر دارم حتی یک روز هم به عنوان کتابخانه استفاده نشد. پس از انتقال امام، اول مدرسه بود، یعنی درس بود درش میگذاشت، که من، یعنی مدرسی، در آنجا به درسی حاضر می شدم. درس کی یادم نیست. به مجرد این که کتاب ها آورده شد، ساواک آنها را مصادره کرد و محل را بست تا بعدها درمانگاه قرآن را اطرد شد. از دوستی که این مطلب رو به من اطلاع دادن تشکر می کنیم. من خودم نمی دانستم، ایشون برای یک کسی برای من فرست. در پرسش از دکتر مدرسی، ایشان به یاد آورد. پرسیدم مسئله چیه؟ آیا چیز جدیدی به یاد میارید یا نه؟ ایشون گفتند درس مذکور به احتمال زیاد درس سطح بیع مکاسب بود و مدرس آن هم ظاهراً مرحوم محمد فاضل لنکرانی بودند. منتها میگفتند که ظاهراً، یعنی احتمال، میگفت خیلی از سال ازش گذشته، نمیتونم درست به یاد بیارم، احتمالاً چنین بود. این درس با حدود 70 طلبه در مسجد اعظم صحن زیر گنبد برگزار میشد در بهار 1346 و
برای تثبیت نام آقای خمینی دو سه هفته ای درس مذکور به این خانه منتقل شد و دوباره به مسجد اعظم برگشت. تا کتاب ها به این خانه منتقل شد، ساواک بلافاصله حمله کرد، کتاب ها را مصادره کرد. در بین این کتاب ها برخی نسخ منحصر به فرد آقای خمینی هم بود. پایان نقل قول از آقای مدرسی. بررسی من حالا. الف، زمان تخلیه خانه در نیمه اول اسفند 1345 تا پایان سال تحصیلی 45-46 خانه مذکور تبدیل به مدرسه علمیه می شود، یعنی قبل از کتاب خونه شد. به این معنا که شاگردان آقای خمینی که در آن زمان مدرسان سطح عالی حوزه علمیه بودند، مثل آقای فاضل لنکرانی، دروس خود را در این مدرسه برگزار می کردند تا نام استاد تبعیدی آقای خمینی در اذهان زنده بماند. دکتر مدرسی به یک درس اشاره کرده است. احتمال برگزاری دروس دیگر در این فاصله حدوداً 4 ماهه، یعنی اسفند 45 تا خرداد 46، در دیگر اتاقهای این خانه منتفی نیست. اون اتاقهای متعدد داشت. با تعطیل تابستانه حوزه علمی قم، پیروان آقای خمینی قاعدتاً با نظر مساعد ایشان تصمیم میگیرند خانه را تبدیل به کتابخانه کنند. کتابخانه ولی عصر اسمش، متعلق به مرجع تبعیدی. خب خیلی کار خوبی بوده اون زمان. آقای خمینی قاعدتاً با نظر مساعد ایشان چون این تصمیم میگیرند. بعد کتاب‌های شخصی ایشان از منزلشان به تدریج به این خانه منتقل می‌شود. کتاب‌های دیگری هم اضافه می‌شود. با همکاری طلاب علاقمند به آقای خمینی کتاب‌ها تفکیک موضوعی و شماره‌گذاری و قفسه‌بندی می‌شود. زمانی که قرار بوده کتابخانه طی مراسمی رسماً افتتاح شود، ساواک شبانه به کتابخانه ریخته، کتاب‌ها را به غارت می‌برد. در صورت جلسه ساواک نوشته شده 2385 جلد کتاب بوده اینجا، که در تاریخ 22 آبان 1146 مصادره شد. این توی اسناد ساواک مرحوم آیت الله گلپایگانی من پیدا کردم، اونجا اومد. بله، نکته تازه روایت دکتر مدرسی یکی تبدیل خانه به مدرسه حداقل به مدت 4 ماه و مصادره کتاب‌های کتابخانه قبل از افتتاح آن بوده است. یعنی اگرچه اراده تبدیل آن به کتابخانه بوده، اما این کتابخانه هرگز امکان فعالیت نیافته است، حتی برای یک روز. البته بعد از مصادره کتاب‌ها در خانه بسته نشد و از پاییز 46 تا الحاق آن به درمانگاه قرآن اطرد، در سال 50 خانه زیر نظر احمد خمینی در اختیار طلاب متأهل قرار گرفت. مجلس عروسی خودش هم در این خانه برگزار شد. حالا برسیم به روایت سوم که طولانی ترین روایت این قسمت، روایت سید علی محقق داماد. این رو سه قسمت داره این بحثم و حالا همش هم شاید نرسم بخونم، ولی که چیز مهمی. یه دوستی که خیلی ازش سپاسگزارم، مصاحبه اخیر ایشون آقای اسد علی محقق داماد، پسر بزرگ مرحوم آقای سید محمد داماد، داماد شیخ عبدالکریم حاری و خودش از بزرگترین مدرسان فقه و علمی قم، از فقهای معاصر، منزه معاصر که اسد مصطفی هم پسر ایشون هستند، در اختیار من گذاشت. ازش تشکر میکنه. ایشون یک مصاحبه کرده آقای اسد علی محقق داماد، بنده هم اینجا نوشتم، خودم هم در حدود یک هفته در درس ایشون شرکت کردم و ایشون نظر لطفاً به من داشتن. این مطلبی که میخوام نقل کنم از هفته نامه حریم امام، صاحب امتیازش آستان مقدس امام خمینی، که شنبه 4 تیر 1401 منتشر شد، یعنی کمتر از یک ماه قبل، بسیار تازه است. عنوان این مصاحبه آقای محقق داماد سید علی این است که تعجب میکنم از بعضی آقایان که رساله مینویسند و اعلام مرجعیت میکنند. مصاحبه خیلی خوندنیه، فارغ از همه این استقلال کلن فرزندان اسد محمد محقق داماد، هر دوتاشون مستقل هستن و قابل عنایت و احترام. ایشون نوشتند روزی در مورد همین خانه، روزی مرحوم آیت الله صدوقی بزرگ شهید مهراب به قم آمده بود. هر وقت به قم می آمد، مرحوم غروی سبت و شیخ پسرخاله ما ایشان را دعوت می کرد. یک روز که ایشان را به صرف نهار به منزل دعوت کرد، به مناسبت دعوتشان مرحوم والد، یعنی آقای اسد محمد داماد، و آدایی یعنی شیخ مرتضی حائری یزدی و من و اخویم یعنی آقا مصطفی محقق داماد هم دعوت شدیم. مرحوم آیت الله صدوقی دیرتر آمد. وقتی رسید خواست عذرخواهی کند و توضیح داد که مشغول امور سند خانه‌ای بوده است، همان خانه‌ای که امروز در بانگاه قرآن اطرد شده است.
در آن زمان ساختمان ساواک بود. خب ایشونی رو نوشتن. آیت الله صدوقی آن را خریده و سند را به نام زده بودند. یعنی خریدار خونه شد آقای صدوقی بزرگ امام جمعه فقیده یزد. یه پرونده دیگه اینجا باز شد. بعد ایشون نظر آقای اسدعلی محقق داماد، حالا دیگه نمیخونم، این بوده که به جای اینکه شما این رو تبدیل به مدرسه بکنید برای طلاب یزدی که میان قم، اونا یه جای پیدا میکنن، بیاد اینو بفروشید، پولش رو، زمینش رو، یه بنیاد بسازید برای خونه سازی بکنید برای طلاب که بعد به خودش هم واگذار بکنید، بفروشید بهشون، همون بنیاد صدوق بزرگ. نه نکته جالب اینجا میگردشون پرسیدن که خونه رو چند خریدید؟ 700 هزار تومان. یادتون باشه خونه 90 هزار تومان بود سال 43، حالا سال چنده؟ سال 50 شد 700 هزار تومان. 90 به 700 ده برابرم، 7 9 برابر شد. بعد آقای صدوقی هم بالاخره قبول میکنه و ساختمون رو میفروشه، 700 هزار تومان میفروشه و زمین بنیاد صدوق رو به قیمت 8 هزار تومان خریداری کرد. نقشه آنجا رو هم مهندس بازرگان داد. خب این حالا مطلبی که ایشون نوشتن که اکثرش نادرست متاسف. آقا سید علی محقق داماد متولد 21، من معرفیشون کردم، مدت کوتاه هم گفتم در درسشون شرکت داشتم، مصاحبه خوندنیه. بعد اون فرد که معرفی کردم کلدش میگذاریم. بعد توی اینجا من قبل از این که بخوام سخنان آقای داماد رو بررسی بکنم، مطالبی که در صحیفه امام در مورد این خونه اومده با ارتباط با این مسئله با سرعت ازش میگذرم تا بدونیم که تاریخ نوشتن چقدر کار سختیه وقتی میخوام چیزی نسبت بدیم. اینجا در نامه که 30 فروردین 50 هست، آقای خمینی به پسرش احمد نوشته مطلبی که باید تذکر بدهم، ممکن است آقای صدوقی یزدی بیایند و بخواهند کتابخانه را خریداری کنند و مدرسه بنا کنند. اگر اومدن تحت اختیارشون بگذارید، چون خیالم از جانب ایشون آسوده است. تو نامه دوم 16 تیر 50 دوباره به احمد نوشتن راجع به منزل، من به عربی همسر فهیمه وکالت دادم، منزل باید به قیمت عادل تقویم بشه، وجه رو دریافت بدید، قباله بدید و هر جور صلاح میدید، البته اولویت با آقای صدوقی به شرط که به قیمت بخره. همین توضیح داد الان میگذارم. تو نامه 10 آبان 50 دوباره به احمد نوشتن که نامه عربی واصل شده، اگر آقای صدوقی حاضر هستند به قیمت عادل بخرن، مقدمه بر دیگران هستند، اگر هم نیستن که هیچی، شما مزایده باید پیش ببرید. نامه 4 به آقای عربی نوشته، همین مطالب درش هست که الان مطالعه میکنید. گفتن سریعتر پول رو میفرستید که من امیدی به زندگانی ندارم، به اقساطم نمیتونم بفروشم. آقای صدوقی هست، آقای مهدی حائری تهرانی هست و دیگران هستن، هر کی بیشتر خرید مزایده، اونا رو بفروشید، پولش هم بدید به کی اسم بردن برای من بفرستید. بعد در کتاب خانم مصطفی هم چیزایی اومده که من اینجا نقل کردم که چندان ساد اونم صحیح نیست دیگه، حالا میگذاریم ازش. میخوام بگم که این دفتر تنظیم نشر آثار هر چیزی به دستش میرسه منتشر میکنه، حداقل با صحیفه ما مقایسه بکنید. قبلا گفتم حالا اینجا مشخص میشه ازش میگذارم. حالا مقایسه روایت آقای داماد رو با مدارک دیگه، مطابق این مدارک، یعنی صحیفه امام و خاطرات دخترش، اوایل سال 50 آقای خمینی تصمیم به فروش خانه میگیره. مشتری های خانه آقای محمد صدوقی یزدی برای مدرسه علمی، مهدی علمی مهدی حائری تهرانی برای مدرسه حقانی و نماینده درمانگاه قرآن و اطراف برای الحاق به درمانگاه هستند. آقای خمینی وکالت فروش خانه را به محمد حسین، به محمد حسن عرابی دامادش داده، اولویت به آقای صدوقیه، اما در مزایده درمانگاه قرآن اطرت پیروز میشه. اونجا هم تو صحیفه امام اومده که خونه سهم امام. خب و امام، آقای امام هم، آقای خمینی هم در اون زمان 69 سالشون بوده. بعد نوشتن البته بنده امیدی به زندگانی ندارم و زودتر بفرستید، قسطی هم نمیدم، باز به اصطلاح نقد تا خونه فروخته بشه و بهاش هم به دفتر مالیشون در نجف ارسال بشه. سال 55 سال بعد از اخراج آقای طباطبایی از خونه هست. بنابراین حرفایی که خانم فهیمه مصطفی تو کتابشون نوشتن که آقای طباطبایی نم مانع فروش خونه بود، ببخشید بسیار بیپایی است و بسیار بی اخلاقی است این نحوه نوشتن در مورد شخصیت های استوان های حوزه. در زمان فروش خانه سال 1350
آقای محمد صدوقی، نه فرزندش، خودش، چون تو کتاب نوشتن فرزندش، ایشون یکی از مشتریهای خانه بوده برای تبدیل اون به مدرسه طلاب یزدی، اما معاملش نمیشه و نماینده درمانگاه قرآن اطرت در مزایده از آقای صدوقی جلو میفته. یعنی صدوقی هرگز این خونه رو نخریده. در مصاحبه یاسد علی محقق داماد، این درسته که نوشته خونه دفتر ساواک بوده، اما اشاره ای نشده که مالک خونه کی بوده و به چه قیمتی شده آقای طباطبایی تو خونه بوده و چیزهای دیگه و دلیل اخراج آقای طباطبایی هم از اونجا چی بوده و مسائل بعدیش هم اونجا گفته نشده. اما نکته نادرسته که در این مصاحبه اومده اینه که آقای سید محمد، این که گفته شده پدرم هم حضور داشتن، یعنی سید محمد داماد بزرگ، یعنی داماد حاج شیخ، ایشون در سال 1347 از دنیا رفتن. این واقعه مال سال 1350، یعنی 3 سال بعد از وفات پدرشون بوده. پس پدر هرگز حضور نداشتن توی جلسه. مسئله از دکتر سید مصطفی محقق داماد که شخصا در جلسه حضور داشته تصدیق کردن، که پرسیدم ایشون تصدیق کردن پدرم در اونجا حضور نداشت. به عبارت دیگر خرید خانه و سپس تغییر رأی بعد از این جلسه، اینا همش نادرست. یعنی کل قسمتی که من از آقای سید علی محقق داماد نقل کردم متاسفانه درست نیست. جالب اینجاست برای اعتماد بیشتر با زحمت فراوان به اسناد ساواک آقای صدوقی مراجعه کردم. کتاب 700 صفحه گنده است. اول تا آخرش ورق زدم، یک کلمه در مورد این مدرسه نیست، ولی در مورد بنیاد صدوق هست، در مورد قیمتش هست. یعنی ساواک حساس بوده آقای صدوقی داره چه کار میکنه، و اگه یک کلمه در این زمینه بود مینوشت، اونم با توجه به که خونه مربوط به آقای خمینی بوده. بس اصلا هیچی نبوده توش. آدرس اونجاش که بوده مینوشتم. بررسی بکنید که وقتی چیزی منتشر میشه باید راست آزمایی بشه، صرفا نمیشه به این خاطرات شفاهی اکتفا کرد. بعد اگرم 700 هزار تومان بهای خانه صحت داشته باشه، یعنی اینکه خونه در سال 43 زیر قیمت به آقای خمینی منتقل شده بابت خمس و اینها. آخرین نکتهش هم اینه که گفته نقشه بنیاد صدوق رو مهندس بازرگان کشید. اینم جالب. مهندس بازرگان مهندس ترمودینامیک بوده، مهندس ساختمون نبوده. از پسرش هم مهندس عبدالعلی پرسیدم، گفتم بابات نقشه میکشیده؟ گفت نقشه خونه خودش رو اوایل میکشید، ولی که نه اصلا کارش این نبود. گفتم خب شما هم سنت میخوره، شما نکشیدی نقشه، ممکنه منظورش مهندس عبدالعلی بازرگان بوده. ایشون هم گفت که نه آقا، ما هیچ وقت همچه چیزی اینا از ما نخواستن، منم نکردم. تنها موردی که بود برام توضیح داده که مرا آقای گلپایگانی بود و مسجد ما مثلا عسکری سراب بازار، که توضیحاتشون رو نوشتم برای ثبت در تاریخ. بعد جالب بود، بعد میگه که آقای صدوقی بعد از انقلاب نامه های متعددی علیه پدرم نوشت. من گشتم دیدم خیلی جالبه، این نامه ها رد و بدل شده. آقای بازرگان تو مجلس نطق کرده، آقای صدوقی علیهش نامه نوشته، آقای بازرگان دوباره جواب داده، آقای صدوقی دوباره نامه نوشته. یه سلسله شده و روزنامه جمهوری اسلامی نامه آقای صدوقی مرحوم چاپ کرده، نامه بازرگان بیچاره رو چاپ نکرده. بعد آقای بازرگان برداشته اینا رو یه جزوه کرده، همه اینا رو دادم و این دو تا خط مختلفه که ما ببینیم که بازرگان چه میگفت، یاران آقای خمینی چه میگفتن. این نامه فوق العاده ارزش داره، وقت من الان کفاف نمیده بخوام به اون برسم. بهرحال اینم تموم شد این قضیه، که آنچه که آقای یاسد علی محقق داماد حفظه الله فرمودن در این زمینه اشکالات جدی بهش هست. امیدوارم این عرایض من به گوششون برسه و اگه لازم میدونن تصحیح بفرمان که اون چیزاش که نادرست بوده بره کنار. خب حالا ببینیم سر اصل مطلب. اینا همه مقدمه بود. بخش سوم روابط طباطبایی و بازرگانه. این بخش شامل 4 بحثه که یکیش هست طباطبایی بازرگان و خمینی، دومیش حضور بازرگان در مذاکرات طباطبایی کربن، سومیش ملاقات با آقای خمینی در منزل آقای طباطبایی، و چهارمیش ملاقات طباطبایی با بازرگان در زندان قصر. خب در مورد کتاب تو بخش بعدی، چون خیلی مفصل شد کتاب بحثی در مرجعیت، حیفم اومد اینو تو اینجا بذارم، تو بخش بعدی ذکر میکنم. انشاءالله همش هم امروز عرضه میکنم. اما بحث هفتم، طباطبایی بازرگان و خمینی، حرفای تازه خواهید شنید. این بحث مقدماتی شامل دو قسمته. یکیش آقای خمینی در سال 41 یک فرمایش کردن عجیب، و بعد بحث دومم تحلیل خودم شباهت‌های طباطبایی بازرگان. اما بحث اول، آقای خمینی در سال 1341 بازرگان باید کوبیده شود.
وقتی خوندم خودم هم تعجب کردم. روایت کی؟ روایت محمد علی گرامیه. گرامی نوشته تو کتاب خاطراتش هست، هم تو مصاحبهش با تسلیم هم تو کتاب خاطراتش. من از کتاب خاطراتش نقل میکنم که مستندتر. یک وقتی من در یکی از روزنامه‌ها خواندم که آقای مهندس بازرگان در کوی دانشگاه پس از فوت آقای بروجردی و پیش از شروع مبارزات، یعنی باید سال 40-41 باشه دقیق، سخنرانی کرده و درباره روحانیت مطالبی گفته که خوشایند نبود، یعنی خوشایند طیف آقای خمینی نبود. من این خبر را همچنین مطالبی درباره تبلیغات پیروان کسروی برای امام نقل کردم، یعنی گرامی. امام فرمودند که فعلا شما با پیروان کسروی در نیفتید، ولی مهندس بازرگان باید کوبیده شود. بعدها که در اول انقلاب مهندس بازرگان نخست وزیر موقت شد، من یاد آن ایام افتادم. منظور امام این بود که آقای مهندس بازرگان نسبت به روحانیت کم اعتناست. آقای بازرگان نسبت به اشخاص روحانی احترام میگذاشت. من بگم به طالقانی، به مطهری، به بهشتی اون زمان، به همه به احترام میگذاشت، ولی به روحانیت به عنوان جامعه و صنف اجتماعی کم اعتنا بود. گاهی هم به طنزهای علیه آنها میگفت. حتی در زمان آقای بروجردی میگفت، این کتابش خوندم، منم خوندم، که در منزل بیرونی رفته بود آقای بروجردی رو ببینه تا آقا تشریف بیارن. اون شورای استفتا داشتن بحث میکردن، بحث علمی خیلی داغ میکردن. بحثشون این بوده اگه یک کسی با لنگ قصبی بره توی خزینه و بعد آب تکون بخوره، آیا غسل این، اصلا غسل جنابتش، این جایز است یا جایز نیست، باطل است یا باطل نیست. آقای مهندس اونجا شاخ در میاره، آقا ما یه همه مسئله مهم داریم، شما نشستید در مورد لنگ قصبی تو خزینه بر اثر موج آب بحث میکنید. اینو گفته بازرگان، راست میگفته. بعد میگه دیدم با وجود نیاز مبرم جامعه به مسائل دیگر چون این بحثی مطرح است. بعد گرامی میگه البته ایشان بد هم نمیگفت، آخه چه بحثی شما میکنید. حالا تو مصاحبهش یه جور توجیه کرده و این هوشیاری رو داشت. خب این پایان خاطرات گرامی. بنده زیر این بررسیش نوشتم که نظرات صریح مهندس مهدی بازرگان درباره روحانیت و مرجعیت را از زبان خودش در مقاله انتظارات مردم از مراجع در همین گفتار من نقل خواهم کرد. اما نکته تازه این روایت دستور آقای خمینی به پیروانش است که بازرگان باید کوبیده شود. این روایت که مؤیداتی در بحث بعدی هم دارد، کلید روایت روابط بازرگان و خمینی در مراحل بعدی است. بر فرض صحت این روایت، یک روایت دیگه خبر واحده، بر فرض صحت این روایت، پیشنهاد نخست وزیری دولت موقت از سر ضرورت بوده است. یعنی آقای خمینی نظرش عوض نشده، اما کس دیگری نداشته. در آن زمان هیچ کس دیگری برای این مهم وجود نداشت. پیشنهاد نخست وزیری بازرگان هم پیشنهاد شورای انقلاب بود. آقای خمینی تو حکمش نوشته به پیشنهاد شورای انقلاب. ایشان در حکم انتصاب بازرگان در 15 بهمن 57 نوشته به پیشنهاد شورای انقلاب به ریاست دولت موقت آقای بازرگان رو منصوب بکنه با حذف تعلقات حزبیش. اون رو هم تصریح کرد. بعدن هم توضیح داده. این بعدن که در 29 تیر 59 یه سخنرانی داره که بیش از همه در این زمینه توضیح داده. تو صفحه ما میگه که ما دو دسته بودیم. یک دسته من از مدرسه آمده بودیم، یعنی حوزویان آمده بودیم، وارد شده بودیم. و یک دسته من از خارج آمده بودیم. خارج رو مثلا بیشتر بنی صد و قطب زاده و اینا میگه. خب آقای بازرگان هم به اعتبار اینکه خارج تحصیل کرده از خارج اومده، حالا بازرگان داخل بودیم و وارد شده بودیم. نه ما آن تجربه انقلابی را داشتیم، نه آنها آن روح انقلابی را. یعنی آقای بازرگان روح انقلابی نداشته. خب خودش هم میگه آقا من ندارم. بد که نبود، اتفاقا بعد رفتن خیلی خوب بوده، برای کشور خیلی نافع تر بود. ولی هذا از اول هم که ما به حسب الزامی که من تصور میکردم، همون ضرورت که عرض کردم، دولت موقت را قرار دادیم و خطا کردیم. از اول باید یک دولتی که قاطع باشد، جوان باشد،
بتواند مملکت را اداره کند قرار می دادیم، نه یک دولتی که نتواند. منتها آن وقت ها ما نداشتیم فردی را که بتوانیم، آشنا نبودیم تا بتوانیم انتخاب کنیم. انتخاب شد و خطا شد. بس خلاصه، حالا ایشون بحث به اصطلاح محاوره ایه، یعنی آدم نداشتیم. تنها کسی که اون زمان توانایی اداره کشور رو داشت، مسلمانم بود، مقبولم بود، آقای بازرگان بود. هیچ کس دیگری وجود نداشت. خب این تو صحیفه ما. بعد آقای خمینی در اون نامه که آقای قائم مقام رهبری رو میخواد عرض کنه، نامه 6-1 کذایی که معلوم نیست بالاخره اونم بحث خودش دارد، این جمله داره: والله قسم من با نخست وزیری بازرگان مخالف بودم، ولی او را هم آدم خوبی میدانستم. خب بماند حالا در جای دیگری اینا رو گفتم تا معلوم باشه وقتی میگه ما بازرگان رو بکوبید، بعدش هم این مطالب در موردش گفته شد. حالا بیام توی بحث مهمتری، شباهت های طباطبایی و بازرگان که چرا من انتخاب کردم این دو نفر رو با هم مقایسه کنم. مقایسه تحلیلی خواهد بود. حالا خواهید دید آقای سید محمد حسین طباطبایی متولد 1281 بوده، مرحوم مهندس مهدی بازرگان متولد 1286 بوده، یعنی با 5 سال تفاوت حدوداً هم دوره بودن. هر دو اصالتاً تبریزی و ترک بودند. البته آقای طباطبایی متولد نجف بودند ولی ترکن، تبریزی بودن. طباطبایی تحصیل کرده حوزه نجف و اهل فلسفه و علوم دینی بوده است. بازرگان تحصیل کرده مهندسی ترمودینامیک در فرانسه. علی‌رغم حوزه متفاوت تحصیلی علمی، هر دو حیات مؤمنانه و درد دین داشتند. خیال نکنید هر حوزوی درد دین داره. طباطبایی درد سوز دین داشته و بازرگان هم همینطور. هر دو اخلاقی زیستن، مثلا شاخصه دینداری اخلاقی زیستنه. من در حدی که خوندم هیچ کدومشون رو ملاقات نکردم، اما در حدی که آشنا هستم لااقل از بازماندگانشون، از آثارشون میتونم شهادت بدم هر دو اخلاقی زیستن. هر دو به قرآن عنایت خاص داشتند. یعنی اگر بگیم مهمترین خادمان قرآن در دهه 30-40-50 کیا بودن، در صدرشون دو نفر قرار میگیرن. طباطبایی در بین حوزویون، بازرگان در بین دانشگاهی. هر دو تعالیم اجتماعی اسلام را مورد توجه ویژه قرار دادن. اینا فکر نکنید که حالا اینا رو که میخوام بگم مستندم میخوام بگم، اینا فکر میکنن اصلا توجه به اجتماعیت اسلام با آقای خمینی شروع شد. خیر، آقای طباطبایی سالها قبل از آقای خمینی مسئله شروع کرد، آقای بازرگان هم همینطور، هر دو هم مستقل از آقای خمینی هستن. تعالیم اجتماعی اسلام را هر دو مورد توجه ویژه قرار داده بودند. اگرچه از تلقی خاصی از حکومت اسلامی هر دو دفاع کردند، هیچ کدام به ولایت فقیه هرگز باور نداشتند. میگفتن حکومت اسلامی، منتها توش ولایت فقیه نیست هیچ کدامشون. هر دو با آقای شریعت مداری نزدیکتر بودن تا آقای خمینی، هم طباطبایی هم بازرگان. هر دو منتقد جمهوری اسلامی و مشی سیاسی و دینی آقای خمینی بودند. طباطبایی از ابتدا و بازرگان حداقل بعد از همکاری به عنوان دولت موقت. تو دولت موقت هم بازرگان استقلال خودش حفظ کرد، برای حفظ ایران آمد پذیرفت و سربلندم بیرون اومد. می توان به این شباهت ها افزود. هر دو اهل صداقت و یک رنگی بودند. من واقعا چراغ به دست به دنبال آدم صادق می گردم و حاضرم شهادت بدم هم آقای طباطبایی هم آقای بازرگان آدم صادقی بودند، بازیگر نبودند. اینکه این همه وقت گذاشتم برای همچو چیزیه، آدم های متقی بودند. هر دو چه در رویکرد دینی چه در رویکرد سیاسی اجتماعی مستقل از آقای خمینی بودند. و من توی تحقیقاتم دارم نشون میدم که آقا این مسائل تو ایران فقط با آقای خمینی شروع نشده، ما آدمای بسیار بزرگی داشتیم، این دوتاش، طباطبایی بازرگان. روابط دوستی این دو شخصیت بزرگ ایران معاصر حداقل به دهه 30 برمیگردد. این رو من از آقای عبدالعلی پسر آقای مهدی بازرگان شنیدم، با ایشون صحبت کردم، گفت ما رفتیم خدمت ایشون، خیلی سالها گذشته. برای این روابط دوستانه چه مستنداتی میتوان ارائه کرد؟
مستنداتی که تاکنون بر این همکاری این دو شخصیت یافتم طی سه بحث عرضه می کنم. مستند دیگه نمیخوام تخمینی باشه. بحث اول، بحث هشتم این که میشه بحث اول این قسمت بخش. حضور بازرگان در مذاکرات طباطبایی کربن. آقای طباطبایی در مقدمه کتاب شیعه مذاکرات و مکاتبات پروفسور هانری کربن با علامه سید محمد حسین طباطبایی که سال 1339 منتشر شده از چهار استاد دانشگاه نام برده که در این مصاحبه از مقام علمیشان استفاده کردن. طباطبایی نوشته دو مقدمه تشکر کرده. دکتر شمس‌الدین جزایری، مهندس مهدی بازرگان، دکتر محمد معین، دکتر سید حسین نصر. دکتر معین رو حتما میشناسید، صاحب لغتنامه. دکتر جزایری وزیر بوده دوره شاه. دکتر نصر هم که آشنا هستید، مهندس بازرگان هم کلان داریم بحث میکنیم. بازرگان مؤسس و از بزرگان دانشکده فنی دانشگاه تهران بوده، از ارکان صنعت آکادمیک ایران بوده. یعنی بازرگان حداقل در دوره اول جلسات طباطبایی کربن حضور فعال داشته است. ارتباط از این بهتر میخواد؟ بازرگان در مقاله انتظارات مردم از مراجع به حضور خود در این مجلس تو گیومه نقل میکنم، در این مجلس هفتگی با صفا و فضیلتی که از محاضره جمعی از روحانیون و دانشمند و علاقمندان دیگر با یک استاد مستشرق فرانسوی محقق در تشیع آقای پروفسور کربن تشکیل می شد سخن گفته است. وی در همین مقاله از آقای طباطبایی با اکرام یاد کرده است. خوشبختانه این عبارت بازرگان در حوزه علمی قم در دوره مرحوم آیت الله بروجردی برای دروس غیر از فقه و فروع نیز اساتید عالی قدری از جمله علامه محقق آقای طباطبایی پیدا و مورد تایید واقع شدند که وجودشان فوق العاده مفید و مؤثر واقع گردیده است، ولی البته کافی نبود. این تو کتاب بحثی در مورد مرجعیت روحانیت. این همکاری در عالی ترین سطح علمی در دهه 30 صورت گرفته است. خب این سند اول. بحث بعدی ملاقات با آقای خمینی در منزل آقای طباطبایی است. این خیلی بحث مهمیه. کلی من وقت صرف کردم تا سنداشو پیدا کنم. دوستانم خیلی کمک کردن. حالا ذکر میکنم. این گوش کنی شاید اولین بار بشنوی. شامل سه قسمت این بحث. روایت مختصر سید حمید روحانی زیارتی، روایت مختصر دوستم حسن یوسفی اشکبری و روایت مفصل مرحوم مهندس عزت الله صحابی. که اصلش همین روایت سومیه. مورخ مورد تایید آقای خمینی یعنی سید حمید روحانی زیارتی این اون قضیه رو نقل کرده. اول من با نقل ایشون شروع میکنم چون همه زودتر منتشر کرده. کتاب سال 61 منتشر شده در کتاب شریک، کتاب بسیار بیپایه و جعلی شریعت مداری در دادگاه تاریخ. این رو خوندم و دارم ذکر میکنم و این فرد هم قابل اعتماد نیست. و یکی مورخ رسمی جمهوری اسلامی است. با دقت کتاباشو خوندم و ذکر میکنم. تو هر ویرایشی که از این کتاب نسبت امام خمینی کرده چاق و لاغر شده. یعنی کسانی که امروز قرار بالا برده باشن چاق شدن، کسانی که باید پایین برده باشن از اول پایین برده شدن. در مورد آقای منتظری، در مورد مرحوم بنی سعد، در مورد دیگران و در مورد شریعتی اصلا کتاب هر ویرایشش دیدنی است که چه میکنن اینها با تاریخ. میگه که سران نهضت به طور دست جمعی به قم آمدند تا با امام ملاقات کنند، لکن امام از پذیرش آنها خودداری ورزید. تا اینجاش درست. آنان برای جلب موافقت امام جهت ملاقات مرحوم علامه طباطبایی را واسطه قرار دادند. حالا خواهید شنید که قضیه چیز دیگری است. لکن آن مرحوم نیز نتوانست موافقت امام را برای این ملاقات جلب نماید. یعنی ملاقات صورت نگرفته. این روایت این آقا. ظاهرا روحانی زیارتی در کتاب اصلیش نهضت امام خمینی به این مسئله نپرداخته است. در حدی که من گشتم، هر کس پیدا کرد برام بفرست. حالا روایت آقای اشکبری. به نقل از مهندس مهدی بازرگان، آقای اشکبری یک کتاب خوبی نوشته به نام در تکاپوی آزادی، سیری در زندگی آثار و افکار مهندس مهدی بازرگان جلد اول، که این جلد اول دو قسمت داره. ای کاش موفق میشد که تمام این کتاب رو جلدای بعدیش هم منتشر میکرد. باش صحبت کردم، گفت دیگه یک زمانی بود اومدم بیرون از اون حالت، ولی کتاب خوبی.
تو اونجا من این چند خط رو خوندم، تشویق شدم، رفتم چیزای دیگه رو پیدا کردم. اینشون از قول مهندس بازرگان نوشته که اولین ملاقات و آشنایی من که به اتفاق آقای دکتر یدالله صحابی رفته بودیم با آیت الله خمینی در زمستان سال 1341 در اوایل نهضت روحانیت. این قول از مهندس بازرگان. بعد آقای اشکوری به نقل مهندس صحابی، ظاهرا نقل شفاهی است، می نویسه که آیت الله خمینی به سختی حاضر شد با مهندس بازرگان و دکتر صحابی ملاقات کند، به ویژه که حاضر نشد در خانه خود آنها را بپذیرد. یعنی آقای خمینی حاضر نشد که بازرگان و صحابی بیان خونش. از این رو قرار ملاقات در منزل علامه طباطبایی گذاشته شد و در آنجا ملاقات انجام گرفت. خب با کمک آقای اشکوری من رفتم سراغ کتاب خود آقای عزت الله صحابی. من البته با آقای صحابی هم بسیار دوست بودم. در این اواخر خدا رحمت کند، ایشون هم از اخیار روزگار بود. یکی از کسانی بود، پنج نفری بود که با صداقت تمام برخلاف سکوت اکثر روحانیون در اون زمان در نقد ولایت فقیه سخن گفت. رفت با آقای شخص آقای خمینی هم صحبت کرد، گفت این اصل اسلام رو به زمین میزنه. خود برای من خاطرات فراوانی توی زمینه گفتار در جای خودش. آقای صحابی، عزت الله صحابی، در که کتاب دارد که در اونجا خاطرات دو جلدی هست، جلد اولش ایران چاپ شده، مال قبل از انقلاب، جلد دومش که مال بعد از انقلاب بوده، تو ایران نشده چاپ بشه، خارج از ایران چاپ شده. من هر دو جلدش رو خوندم و این مسائل رو داره، عنوانش هست، توصیه میکنم بخونید. این کتاب از کتاب‌های خوندنیه. عنوانش هست نیم قرن خاطره و تجربه. جلد اولش از دوران کودکی تا انقلاب 57، جلد دومش از 57 تا فکر کنم 80 خورده که اون بحث خب بعد از انقلابش. این مسئله تو جلد اول نقل شده. همه رو میخونم این بخش چون خیلی چیزای ریز جالبی داره، کلا به بحث ما مربوط. عنوان قسمتش از نهضت روحانیت. نهضت روحانیت از پاییز سال 41 آغاز شد. علت آن اعتراض علما به آیین نامه انجمنهای ایالتی و ولایتی بود که در این آیین نامه حق انتخاب کردن و انتخاب شدن زنان و سوگند به کتاب آسمانی به جای سوگند به قرآن گنجانده شده بود. در رأس آنان مراجع چهارگانه به ترتیبی که خود صحابی نوشته، آقایان گلپایگانی، نجفی مرعشی، شریعت مداری و خمینی قرار داشتند. اما آقای خمینی به لحاظ این که داغ‌تر بود، تندتر از سایرین بودند، بیشتر مورد توجه قرار گرفتند. شورای مرکزی نهضت، نهضت آزادی، ورود روحانیت به صحنه سیاسی کشور استقبال کرد. من خلاصه کردم، ولی این عباراتش همه مال صحابی است. به نظر بازرگان ما باید با آقایان مراجع نزدیک شویم، با آنها تماس بگیریم و به آنها نظر خود را در این رابطه که خواسته های آنها ارتجاعی است، یعنی خواسته های روحانیت و مراجع در اون زمان ارتجاعی است، بگوییم و از آنها بخواهیم به مسائل اساسی تر همچون در نظر گرفتن احقاق حقوق ملت و احترام بر اجرای قانون اساسی تکیه کنند. در همین رابطه قرار شد که از طریق آقای طالقانی، ایشون هم روز سه نفر اول نهضت آزادی مؤسس بودند، آقای طالقانی از طریق ایشون به قم رفته با آقایان مراجع تماس بگیرند. یعنی 4 نفر ملاقات با 3 تن از مراجع به راحتی انجام شد، یعنی با آقای گلپایگانی، مرعشی نجفی و شریعت مداری. ولی ملاقات با آقای خمینی با دشواری روبرو شد و ایشان در ابتدا وقت ملاقات ندادند. سرانجام خود ایشان به وسیله مرحوم علامه طباطبایی پیغام دادند که در منزل علامه طباطبایی قرار ملاقات گذاشته شود. مرحوم علامه طباطبایی هم از مهندس بازرگان و آقای طالقانی و دکتر صحابی دعوت کردند و آقای خمینی هم آمدند. یعنی مجلس 5 نفر بوده، 3 نفر از سران نهضت آزادی، آقای خمینی و آقای طباطبایی به گفتگو نشستند. البته عزت الله صحابی میگه من از جزئیات آن ملاقات مطلع نیستم، ولی بعداً از پدرم، یعنی دکتر یدالله صحابی، شنیدم که میان آیت الله خمینی و آقای بازرگان مقداری برخورد پیش آمد. ظاهرا آقای خمینی با آقای بازرگان گفته بود که به من نقشه ندهید، من خودم بلدم. به جز آن اختلاف دیگر بر سر آن بوده است که آقای بازرگان بر روی مقابله با استبداد تکیه داشتند، ولی آقای خمینی بیشتر بر روی اعمال غیر اسلامی و خلاف شرع حکومت و لزوم مبارزه با آن تکیه می کردند.
به هر صورت آن جلسه خیلی تفاهم آمیز نبود. پایان نقل قول از کتاب مرحوم مهندس عزت الله صاحب. حالا عرایض من بررسی. اولا روایت روحانی زیارتی بر صورت نگرفتن این دیدار خلاف واقع است. نکته دوم، چرا ملاقات سران نهضت با آقایان گلپایگانی، شریعت مداری و مرشی نجفی به راحتی صورت گرفت اما ملاقات با آقای خمینی به سختی انجام شد؟ دلایل مختلفی میتواند داشته باشد، از جمله بدبینی مفرط آقای خمینی نسبت به بازرگان و نهضت آزادی، برخواسته از مصدقی بودن ایشان. خیلی مهمه ها، آقای خمینی مصدق و پیروانش رو بهش مشکل داشت. جالبه اون زمان جز این اعتراضات که فی الواقع ذکر میکرد، آقای مصدق در تبعید بود، در حصر خانگی بود توی احمد آباد، یک کلمه دفاع نکرد از حقوق قانونی و دینی محمد مصدق. این رو من حالا جای دیگه خواهم نوشت تا زمانی که از دنیا میره. این یکیش بود. و توهم عدم مسلمانی مصدق. و نکته بعدیش انتقادات بر حق بازرگان به روحانیت. آقای خمینی خوشش نمیومد. روشن فکری بازرگان و نگاه آقای خمینی به وی، نگاه منفی آقای خمینی به وی و نهضت آزادی به چشم رقیب روحانیت. خیلی مهمه. آقای خمینی رقیب بر نمیتابی. نه شریعت مداری رقیب فقهی، نه طباطبایی رقیب فلسفی، نه بازرگان رقیب سیاسی. سه تا رقیب جدی آقای خمینی سه نفر هستن. ببینید با هر سه تاشون چجوری برخورد شده. منبع اصلی این ملاقات تاریخی روایت کاملا موثق مهندس عزت الله صاحبی به نقل از پدرش دکتر ید الله صاحب. هر دو موثق تراز زده. صحابی پدر در جلسه حضور داشته، شاهد مستقیم، و صحابی پسر از پدرش شنید. موضع نهضت در ملاقات زمستان 41 تمرکز بر احقاق حقوق ملت، احترام بر اجرای قانون اساسی و نقد استبداد موضع کاملا مترقی بوده است. در حالی که موضع علما در آن زمان مبتنی بر برجسته کردن تلقی ظاهرا شرعی مخالفت با حق انتخاب شدن و انتخاب کردن زنان کاملا ارتجایی بوده و مایه شرمندگی امثال بود. اینکه کسانی اون زمان به نام دین از همچون مواضع ارتجایی دفاع کنن و کتاب بنویسن و اعلامیه امضا بکنن قابل دفاع نیست. چرا آقای خمینی نمیپذیرد که با سران نهضت در خانه خود همانند دیگر مراجع ملاقات کند و بعد ملاقات در خانه آقای طباطبایی را به سران نهضت پیشنهاد میکند؟ آقای طباطبایی چه موضوعیتی در این زمینه داشته است؟ این به درد تحقیق این گفتار من میخوره. به نظر میرسد آقای خمینی از قرابت فکری آقایان طباطبایی و مهندس بازرگان مطلع بوده است و همین رو من دنبالش هستم. اینا قرابت فکری داشتن، در مواضع دینی هم قرابت فکری داشته و آقای خمینی رو میدونسته. با عدم این ملاقات در خانه خود نوعی اعلام براءت از مواضع بازرگان و نهضت کرده است. یعنی شما اینقدر خلاصه منفیه که من به خونه راهتون نمیدم، حالا بینید تو خونه یک فرد دیگری، اونجا میام صحبت میکنم باید. حالا تو ملاقات، اولا برخورد آقای خمینی با رویکرد مشفقانه مهندس بازرگان که به من نقش ندهید خودم بلدم، این عبارتی که بازرگان صحابی از پدرش نقل میکنه که آقای خمینی گفته، استبداد به رأی بوده است. خب بازرگان اومده بهت مشورت میده، او به عکس باید از این مشورت ناصحانه استقبال میکرد. ثانیاً تمرکز آقای خمینی بر اعمال غیر اسلامی و خلاف شرع حکومت و لزوم مبارزه با آن، برجسته کردن این و برای آوردن توده عوام به میدون خیلی موفق بوده. اما درست بوده؟ خودش بعد که اومد سر قدرت همچو کاری کرد؟ یعنی رأی به حق رأی به زنان نداد؟ در مقابل تمرکز مهندس بازرگان بر مبارزه با استبداد، مواجهه دو رویکرد متفاوت در آن دوران میان مسلمانان فعال است که سالهای بعد به نام جمهوری اسلامی که تأسیس می شود، رویکرد ارتجاعی اول به قدرت می رسد و رویکرد مترقی دوم حذف می شود. این تاریخ رو باید خوند تا بدونیم چه بر سر ما آمده.
جالب اینجاست که حتی آقای طباطبایی نه تنها که تنها اعلامیه جمعی سیاسی در تمام عمر خودش رو در اسفند 1341 امضا کرده، ظاهرا بعد از این ملاقات بود. عنوان و اعلامیه اعتراض به حق رأی زنان در انتخابات با عنوان نظریه مراجع تقلید و آیات عظام حوزه علمیه قم راجع به تصویب نامه مخالف قانون دولت رو 9 نفر امضا کردن، همشون شخصیت های طراز اول روحانی کشور، از آقای همون 4 تا مرجع و بقیه آقایون به علاوه آقای طباطبایی. یک اعلامیه هم تومرش بیشتر امضا نکرده. اعلامیه جمع، اعلامیه به انشای آقای خمینی است، اینو ستادی خسروشاهی و سندش رو آوردن. 9 امضا هم که گفتم داشته. حالا آیا اعلامیه بعد از این ملاقات صادر شده؟ اگر اینجوری است، در این صورت سران روحانی تذکرات مهندس بازرگان و نهضت را نادیده گرفتند همشون، همون مراجع. آقای طباطبایی من تعجب میکنم چطوری اعلامیه را امضا کرده. خب بگذاریم این آدم منصفانه بخواد بررسی بکنه. بحث آخر این بخش، ملاقات طباطبایی با بازرگان در زندان هست. این روایت رو بنده از آقایان ذکر میکنم، غلامرضا امامی و حسن یوسفی اشکوری، مستقیما از مهندس عزت الله صحابی 2 نفر شنیدن. دو تا نقل دارم، خودم نشنیدم. این 2 نفر تو هیچ کتابی هم نوشته نشده. اینا از مهندس صحابی شنیدن که در اوایل دهه 40 زمانی که نهضتی ها در زندان بودند، زندان قصر، مرحوم علامه طباطبایی گاهی به دیدار آنها از جمله دیدار مهندس بازرگان می آمد. اون زمان برخلاف دوره جمهوری اسلامی لازم نبود که ملاقات کننده با زندانی فقط اقربای درجه اولش باشه، دوستانش هم میتونستن بیان ملاقاتش کنن. تفاوت دوره شاه قبل از انقلاب بعد از صحابی افسوده به نقل همین آقایون که دیده است که گاهی، چون صحابی خودش هم زندان بود، هم بند بوده با اینا، یعنی با اون نسل جوانتر بوده، اونا نسل قبلی بود، دیده است که گاه عشق در چشمان طباطبایی می نشسته است وقتی می مده ملاقات مونم. من هنوز سند مکتوبی بر این امر نیافتم، یک کس پیدا کرد در اختیار بگذارم. خیلی هم گشتم. در کتاب 2 جلدی مهندس عزت الله صحابی، نیم قرن خاطره و تجربه، در این زمینه چیزی نقل نشده بود. آنچه این ملاقات را محتمل تر می کند همبند بودن برادرزاده آقای طباطبایی با بازرگان است. دستگیری وی در خاطرات زندان آقای بازرگان آمده است. 1/3/1344 آقای بازرگان، مهدی بازرگان، خاطرات روزانه داره. نوشته عصر آقای محمد صادق قاضی طباطبایی که 12 اسفند 43 به جرم نشر و پخش انتقام نشریه بوده در خیابان دستگیر شده بود، از زندان قزل قلعه منتقل کردنه به زندان قصر. وی جوانی 30 ساله، پسر عموی آقای سید محمد حسین طباطبایی، دارای سوابق علاقمندی و فعالیت مذهبی سیاسی است. خب آدرسش رو نوشتم. هرچی گشتم گفتم خب اگه ملاقات صورت گرفته باشه باید توی کتاب باشه، توی کتاب یاد داشته یا آقای بازرگان باشه، چرا نیست؟ موضوع را با مهندس محمد توسلی، دبیر کل محترم نهضت آزادی ایران، در میان گذاشت. ایشان قضیه را با آقای اکبر بدیزادگان، مدیر بنیاد فرهنگی مهندس بازرگان، محول کردند و ایشون که بعد از تحقیق و تفحص برای من متن را نوشتن که اگر آقای با این اسنادی که ارائه شده آقای صحابی خلاف واقع نمیگه، ملاقات صورت گرفته، اینکه چرا مکتوب نشده به خاطر که ما همه یادداشت‌های زندان آقای مهندس بازرگان در اختیار نداریم. تاریخ‌هاش هم به دقت نوشته که ما این مقطع‌ها رو اینها بردند، یعنی تو زندان به هر حال نگذاشتن بیاد بیرون متاسفانه. این مورد هم ممکنه جز اونها باشه. اینو گفتم که بماند که یک زمانی اگر به اون خاطرات دست پیدا کردیم همچون ملاقاتی بوده است. مثلا همه یادداشت مربوط به زندان بلاژان از دست رفته و چند تا تاریخ دیگه که میبینیم. اگر کسی از ملاقات‌های آقای طباطبایی با سران نهضت در زندان در دهه 40 اطلاعی دارد خبر دهد. به هر حال چون این ملاقاتی سند دیگری بر همدلی آقایان طباطبایی و بازرگان و سران نهضت آزادی است. رحمت خدا بر همه آنان. خب من تو وقت باقی مونده میخوام بخش 4مش رو هم عرایزم رو هم ارائه کنم. تحلیل انتقادی کتاب بحثی درباره مرجعیت روحانیت، بحثایی بسیار بکر که
مطمئنا نشنیدین، تحقیقای کاملا جدید. تحلیل انتقادی کتاب مهم بحثی درباره مرجعیت روحانیت، یکی از سرفصل‌های زرین همکاری مهندس بازرگان و آقای طباطبایی را به دلیل طولانی بودن مستقلا در این بخش مطرح می‌کنم. پرسش‌های اصلی عبارتند از دیدگاه سیاسی آقای طباطبایی در مقاله ولایت و زعامت در کتاب بحثی درباره مرجعیت روحانیت چه نسبتی با منش و روش انقلابی آقای خمینی در نیمه اول دهه 40 داشته است. نویسندگان مقالات کتاب مذکور چه در این کتاب چه خارج از آن چه دیدگاهی درباره حکومت اسلامی و نظریه ولایت فقیه داشتند. این بخش شامل سه بحث به شرح زیر است: یک، آشنایی اجمالی با این کتاب، دوم، کتاب و آقای خمینی، سوم، نویسندگان کتاب و مسئله ولایت فقیه و خیلی چیزایی حالا خواهید شد. اما بحث اول، ابتدا یک معرفی اجمالی از کتاب از زبان مهندس بازرگان که خب بیشتر از همه تو جزئیات قضیه هم هست، تو مقدمه‌اش هم بود ولی دیدم حرف بازرگان بیشتر به دل میشینه. بعد نوشته که یک سمینار مانندی بعد از وفات آقای بروجردی اوایل سال 40 صورت گرفته. اینا میترسیدن که رژیم بیاد یک مرجع متمایل به خودش رو بالا بکشه. حالا زبان خود بازرگان بشنویم. میگه که یک سمینار مانندی تشکیل داده بودیم بعد از فوت مرحوم بروجردی. این صحبت بود که بعد از آن مرحوم چه کسی مرجع بشود. نگران این بود که دولت و دستگاه درباره یک مرجع بیایند برای ما درست کنند. خیلی هم آسان است برای آنها مرجع درست کردن. رضا شاه اصلا منکر روحانیت و دین بود و تا می توانست می زد و از بین می برد. اما این که محمد رضا شاه به عکس فهمید و دانست که روحانیت و مذهب نقش بزرگی دارند، خصوصا در برابر کمونیسم، این است که او به هیچ وجه نمی خواست روحانیت نباشد. چون این نگرانی بود، این مسئله پیش آمده بود، پیشنهاد دهنده سمینار یکی از آقایان بازار بود، ای کاش اسمش رو هم می نوشت، که بیاییم ببینیم چه باید کرد. این بود که دعوتی شد، بنا بود سمیناری باشد و این سمینار به یک مجلس ختم شد که آن مجلس شد 7-8 جلسه تشکیل جلسه داد. یک عده از بازار بودند، از مهندسین و دکترها بودند، ولی بیشتر از خود علما بودند، از جمله مرحوم طالقانی، علامه طباطبایی، مرحوم مطهری، آیت الله حاج سیدابوالفضل زنجانی. خب این نقل اول، اما جزئیات بیشتر باز از زبان مهندس عزت الله صحابی از تو همون کتابش بشنویم. انصافا جزئیات خوبی برای تاریخ برای ما گذاشته. نوشته نخستین جلسه این محفل در منزل پدر من تشکیل شد، مرحوم دکتر یدالله صحابی رحمت الله علیه. این محفل به نزدت آزادی هم مربوط نبود، یعنی کتاب و محفل یه بحث مستقلی بود. یک محفل عمومی بود که چند نفر از روحانیون به نام روشن آن زمان همچون علامه طباطبایی، آقا سید صدرالدین جزایری، دکتر بهشتی، مطهری، آقای طالقانی، آقای مرتضی جزایری و سید ابوالفضل زنجانی در کنار مهندس بازرگان، دکتر صحابی، مهندس شکیبا، مهندس معینفر و حاج غلامرضا سعیدی و چند تن دیگر در آن شرکت کردند. در این جلسه ابتدا بحث‌های مقدماتی انجام شد. نظیر این که مرحوم بروجردی از اعتبار و حیثیت بالایی برخوردار بوده است و جانشین ایشان اگر با دربار یا شاه رابطه داشته باشد یا شاه نسبت به او نظر خوبی داشته باشد، این مسئله موجب کاهش اقتدار و اعتبار مرجعیت خواهد بود. این افراد با اینکه همگی افراد سیاسی نبودند ولی با این وجود چنین اعتقادی داشتند و معتقد بودند که مرجعیت باید از قدرت سیاسی آن وقت جدا باشد. در جلسه اول به بحث‌های کلی گذشت و سپس تقسیم کار شد. قرار شد تا هر کسی مأمور نگارش یک موضوع مقاله شود. این مقالات در مدت 7 ماه تا 1 سال جمع‌آوری شد در کتابی تحت عنوان بحثی درباره مرجعیت روحانیت به تب رسید که پس از آن از سوی شرکت سهامی انتشار بیش از 20 بار تجدید چاپ شد. انتشار این کتاب سر و صدای زیادی کرد. در آن زمان بیشتر نهضتی‌ها با آیت الله میلانی که در مشهد بود متمایل بودند. بعد از اینکه 4 مرجع یعنی آقایان گلپایگانی، مرعشی نجفی، شریعت مداری و آقای خمینی که در آن موقع با حاج آقا روح الله شهرت داشت مطرح شدند، اعضای جبهه ملی با آقای شریعت مداری گرایش پیدا کردند، چرا که در زمان مصدق ایشان از دکتر مصدق حمایت کرده بود. مثل این چهرهای شریعت مداری شما هیچ وقت نشنیدید. ولی بعد از 15 خرداد در زندان جوانان و میانسالان نهضت و از جمله خود من یعنی عزت الله صحابی
به آقای خمینی گرایش پیدا کردیم. بزرگترها و سران نهضت همچون مهندس بازرگان و آقای طالقانی نیز با آقای شریعت مداری گرایش پیدا کردند، چرا که در آن زمان آقای میلانی تقریبا کنار رفته بودند. مهندس بازرگان و آقای طالقانی هم اگرچه گرایششان با آقای شریعت مداری بیشتر بود، در مورد آقای طالقانی هم کمتر ما رو شنیدیم، ولی به پاس مقام آقای خمینی را هم بسیار داشتند و در زندان هم همیشه میگفتند ما نباید بگذاریم اختلافات میان آقایان خمینی و شریعت مداری توسعه پیدا کنند و سعی میشد بی‌طرف باشیم و به هیچ وجه از شریعت مداری به طور کامل حمایت نمی‌کردیم. خب این هم قسمت دوم این بحث. قسمت سوم مقالات کتابه. عنوان کامل مقالات و اسم نویسندگان رو من میخونم. یک، اجتهاد و تقلید در اسلام و شیعه، آقای طباطبایی. شر دو، شرایط و وظایف مرجع، آقای سید ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی. این دو تا بزرگترین این جمع بودن. سه، اجتهاد در اسلام، مرتضی مطهری. چهار، ولایت و زعامت، باز آقای طباطبایی. پنج، انتظار مردم از مراجع، مهندس مهدی بازرگان. شش، روحانیت در اسلام و در میان مسلمین، سید محمد بهشتی، امن آقای بهشتی مشهور. هفت، مشکل اساسی در سازمان روحانیت، باز آقای مطهری. هشت، تمرکز و عدم تمرکز در مرجعیت و فتوا، آقای طالقانی. نه، تقلید علم یا شورای فتوا، سید مرتضی جزائری. ده، مزایا و خدمات مرحوم آیت الله بروجردی، باز آقای مطهری. تاریخ مقدمه آذر 1341، تاریخ انتشار دی 1341، فهرست تفصیلی توسط مرتضی مطهری تنظیم شده، دو مقاله‌ای که داوطلبان مربوطه فرصتی نیافتند و همتی نکردند در مقدمه آمده، اسمشون نیورده. عنوان مقالات از روحانیت و مرجعیت در سایر مذاهب و شرح حالی از مراجع بزرگ شیعه در گذشته. کتاب مذکور نقطه عطفی در مباحث روحانیت و مرجعیت است. مرتضی مطهری در این کتاب سه مقاله دارد، آقای طباطبایی دو مقاله و پنج نویسنده دیگر هر کدام یک مقاله. تنها نویسنده روحانی غیر روحانی این کتاب مهندس بازرگان است. این رو داشته باشید. حالا بحث دوم، کتاب بحثی درباره مرجعیت و روحانیت و آقای خمینی. میخوام ببینیم کتاب با آقای خمینی چه نسبتی داره، چون بلافاصله بعد از این کتاب قیام 15 خرداد اتفاق میفته 42 و مسائل بعد. پرسش اصلی این بحث این است، آیا انتشار این کتاب در راستای اهداف آقای خمینی بود است یا برعکس؟ این کتاب اسلام را دینی اجتماعی، حتی دارای حکومت معرفی می کند، اما در آن کمترین اشاره‌ای به شرط فقاهت زمامدار نشده است. خلاصه اول تا آخر کتاب را با دقت بخونید. این نکته را مقاله به مقاله بررسی می کنم. حالا این کار جدید. کتاب، مقالات کتاب تحت 10 تا مقاله داره به 5 تا 5 دسته قابل تقسیم. دسته اول هیچ اشاره‌ای به حکومت اسلامی درش نشده، چه برسه به شرط فقاهت رئیسش. 5 مقاله است یا نیمی از کتاب. مقاله اول اجتهاد تقلید در اسلام و شیعه آقای طباطبایی، مقاله دوم شرط شرایط و وظایف مرجع آقای مجتهد زنجانی، مقاله نهم تقلید علم یا شورای فتوای سید مرتضی جزائری، مقاله دهم مزایا و خدمات مرحوم آیت الله بروجردی مطهری. مقاله سوم یعنی اجتهاد در اسلام مطهری نیز در همین دسته قرار میگیرد، با اینکه یک جمله داره، اما جمله رو که تحلیل کردم دیدم نباید همین دسته باشه. مراد از ولایت حاکم در عبارت فقها چون به ولایت حاکم به علت آن فتوا دادن، چون به اهمیت موضوع پی بردند و متفرعات آن فتوا دادن چون به اهمیت موضوع پی بردند، حاکم شهر یا قاضی مرادشون بوده، نه مراد ولی فقیه. این اشتباه نکنید، همه فقها حتی اونه که به امور حسبی هم قائل هستن، حاکم شهر رو در این حد قبول دارن، بنابراین و متفرعاتش منظور ولایت فقیه نیست، چون اون ولایت سیاسی فقیه بین فقها گسترش نداشته که بخوان بیان و ایشون رو داشت قبول داشته باشه. دسته دوم دو مقاله هست از این کتاب که از حکومت اسلامی به معنای اقامه احکام دینی دفاع کردن بدون اشاره یا دفاع از ولایت فقیه. در مقاله پنجم انتظارات مردم از مراجع نوشته خود آقای مهندس بازرگان، علاوه بر ابعاد اجتماعی اسلام نوشتن تدوین جوانب سیاسی در فقه و اجتهاد هم مورد تایید قرار دادن و از نوعی حکومت اسلامی که در عین حال ملی و دموکراتیک هم هست دفاع کردن. من حالا در مورد آقای بازرگان تو همین جلسه و جلسه بعد بیشتر صحبت خواهم کرد. آقای بازرگان در سال 41 طرفدار حکومت اسلامی ملی دموکراتیک هستن،
از احکام اجتماعی اسلام هم دفاع میکنن، اما از حکومت روحانیت و ولایت فقیه همون زمان هم دفاع نکردن. این برای که بدون. خب مقاله ششم که عنوانش از روحانیت در اسلام و در میان مسلمین، آقای سید محمد بهشتی، بعدن رئیس دیوان عالی کشور و رئیس حزب جمهوری اسلامی، اینها ایشون ظاهرا قالب حکومت اسلامی هستن، اما دلالتی بر این که رئیس آن باید فقیه باشد حداقل تو این مقاله مشاهده نمیشه. ببینید عبارت ایشون: رهبری و هدایت این تعاون اجتماعی و تنظیم برنامه‌ها و تقسیم کار از وظایف حکومت است. اگر حکومت در کارهایی که به عهده اوست مسامحه کند، بر همه لازم است کوشش کنند و با استفاده از همه طرقی که در قوانین اسلامی مقرر شده حکومت را به انجام آنها وادارند، و اگر نشد از پای نیستند تا حکومتی سر کار آید که بر انجام وظایف خود قادر و کوشا باشد. باز ادامه دادن: اگر از این قبیل افراد، یعنی مجتهدان، به اندازه کافی در میان مسلمانان پیدا نشد، باید حکومت اسلامی که مسئول تأمین مصالح عمومی است عده‌ای را به انجام این مهم بگمارد و وسایل کار و هزینه زندگی آنان را از بیت المال مسلمین بپردازد، و اگر حکومت اسلامی و پایبند به مقررات اسلام نیست یا به وظیفه خود عمل نکرد، مسلمانان باید همچون موارد دیگر به این اقدام وادارند، وگرنه تشکیلاتی فراهم سازند که انجام این کار خطیر را به عهده گیرند و هزینه این تشکیلات را خودشان بپردازند. اجمالا ایشون به یک نحو حکومت اسلامی توی این که مقاله قائل هست. حالا حرف بیشتر در مورد شخص ایشون خواهم داشت. اینم آقای بهشتی. دسته سوم در مقالات دفاع از حکومت اسلامی با نفی ولایت فقیه رو در دستور کار خودش دارن. جالبه، داریم سال 41 صحبت میکنیم. مقاله چهارم ولایت و زعامت، نوشته آقای طباطبایی. ایشون از حکومت اسلامی به تفصیل بحث کرده، شرایط سگانه ولی امر مسلمین هم ذکر شده، هیچ کدوم از شرایط فقاهت نیست. این من چون دو گفتار قبلی در این زمینه به تفصیل صحبت کردم دیگه الان بهش نمیپردازم، ولی یادتون باشه هر که گفت حکومت اسلامی، هر که گفت احکام اجتماعی سیاسی اسلام، از توش ولایت فقیه در نمیاد. یکیش آقای طباطبایی، تصریح هم داره. بعد تو کتاب المیزانش هم اصلا ذیل آیه 83 نیست، اصلا میگه فقها چه صلاحیتی دارن توی امور بیان دخالت بکنن، یعنی دلیل بر خلافش داره. دسته چهارم از مقالات دفاع از حکومت اسلامی با زعامت فقیه. خب یه جا پیدا کرده. مقاله هشتم تمرکز و عدم تمرکز در مرجعیت و فتوا، کی نوشته؟ اسد محمود طالقانی. جالبه. آیا نمیتوان، ایشون نوشتن، آیا نمیتوان برای همیشه و هر پیش آمده از این آیه و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاؤوا به ولو ردوه الى الرسول اولی الامر منكم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، سوره نساء 83. بعد ایشون اینجوری استنباط کردن که در هر مسئله و حادثه‌ای که تکلیفی پیش میآید و هر تکلیفی که منشأ امن و خوف میشود، باید به هیئتی از اولی الامر و اهل استنباط رجوع شود که پس از ائمه طاهرین همان مجتهدین عالی قدرند. خب. پیشنهاد می شود، بعد دوباره ادامه دادن، پیشنهاد می شود که شورای فتوایی به ریاست یک یا چند تن از علمای بزرگ و مورد قبول عامه در یکی از مراکز علمی در هر ماه یا چند ماه یک بار تشکیل شود و مسائل اختلافی و موضوعات روز یا به اصطلاح روایت حوادث واقع را در شورای مزبور مطرح کنند. آقای طالقانی تو این کتاب سال 41 از توش یه ولایت فقیه در میاد. دسته پنجم ظاهرا نه به ولایت فقیه قائل است نه به حکومت اسلامی. مقاله هفتم مشکل اساسی در سازمان روحانیت مرتضی مطهری. مطهری به نقل یکی از دانشمندان در مقام انتقاد از نظر افلاطون نوشته است: افلاطون با بیان مسئله شوم چه کسی باید بر جامعه حکومت کند، مسئله شوم، این سال شومیه به نظر اون متفکر، یک اشتباه و خطر پردوامی در فلسفه سیاسی ایجاد کرده است. مسئله عاقلانه تر و خلاق تر این است که چگونه می توانیم سازمان های اجتماعی را چنان ترتیب دهیم که زعمای بد و ناصالح نتوانند اسباب ضرر و زیان شوند. این اسم فردا نیورده، اما این ظاهرا نظر کارل پاپر در کتاب جامعه باز و دشمنانش هست که در سال 1124 نوشته شده
و تا اون زمان هنوز به فارسی منتشر نشده. حالا چجوری به گوش آقای مطهری رسیده؟ این جای تحقیق داره. در مجموع آثار آقای مطهری یک بار اسم پاپر اومده که توی مسئله نیست. اینم گشتم برام جالب بود که از کجای مطلب دونسته. جالب اینجاست که آقای مطهری در مقاله متمایل به این نظره، یعنی از همه مترقی تر. از چهار خلاصه کنم، از چهار مقاله‌ای که متمایل به حکومت اسلامی هستند، تنها یکی از ده مقاله فقها را مرجع سیاسی در زمان غیبت دانست، مقاله آقای طالقانی. یکی هم صریحا نافی ولایت فقیه بود، آقای طباطبایی. یکی هم متمایل به فلسفه مدرن سیاسی چگونه باید حکومت کرد بود، آقای مطهری. خیلی روشن است که این کتاب نظریه ولایت، این کتاب نظریه ولایت سیاسی فقیه در نمی‌آید. از ده مقاله نه مقالش یا اصلا مطرح نکردن یا خلاف اون هستن، خب توش در نمیان. کتاب به مشی و مرام آقای طباطبایی بسیار نزدیکتر است تا به روش آقای خمینی. میتوان گفت آقای خمینی از انتشار این کتاب که حامی ولایت فقیه نبوده خوشدل نبوده است. البته آقای خمینی در سال 44 در زمان تبعیده به ترکیه برای نخستین بار به ولایت سیاسی فقیه تصریح کرده است که بحثش را در گفتار قبلی به تفصیل و مستند آوردم. خب حالا آخرین بحث امروزم که دیگه بعدش تمام کنم، یه بخش البته میمونه ولی یه بحث رو تمام میکنم. عنوانی بحث هست نویسندگان کتاب بحثی درباره مرجعیت روحانیت و ولایت فقیه. هفت نویسنده مقالات این کتاب خارج از این کتاب درباره ولایت فقیه چه اظهار نظری کردند؟ تو کتاب فهمیدیم، حالا خارج از این کتاب درباره این نظر سیاسی آقای طباطبایی به تفصیل در گفتارهای هفتم و هشتم بحث کردند. ایشان در المیزان این کتاب و غیر آن منکر ولایت سیاسی فقیه، حامی حکومت اسلامی، حامی اجرای احکام اجتماعی ثابت و متغیر اسلام بوده است. اما از توش ولایت فقیه اصلا در نمیاد و مخالف ولایت سیاسی فقیه هم است. این آقای طباطبایی. حالا دومیش سید ابوالفضل موسوی مشهد زنجانی که سال 1171 از دنیا رفته است، از منکران ولایت سیاسی فقیه بوده است. به این عبارت ایشان توجه کنید: اما ولایت فقیه به معنی حکومت مطلقه و نامحدود ادعای بدون دلیل است و آنچه از کتاب و سنت استفاده می شود تنها صلاحیت فتوا، قضاوت، ارشاد و تصدی امور حسبی است و این سمت اختصاص به فرد معین ندارد و هر فقیه واجد شرایط متصدی این وظیفه تواند بود. این فرد یکی از فقهای مطلوب من بوده. من یک کتاب در موردش نوشتم. توصیه میکنم کتاب انحراف انقلاب رو بخون. یه جمله از این کتاب نقل میکنم. حالا ما این رو با گوشت و پوستمون لمس میکنیم. آقای سید ابوالفضل موسوی زنجانی که من در جلسه بعد در مورد ایشون و قرابت فکریش با آقای طباطبایی داد سخن خواهم داد، چون خیلی حرف داره، اینجا گفته، ببینید جمله تو گیوم مال ایشونه: این ولایت فقیه تز لنین ها و استالین های عمامه دار است. دوباره میخونم: این ولایت فقیه تز لنین ها و استالین های عمامه دار است. این تو کتابم سرداش آوردم، مراجعه بفرمایید. سید ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی رحمت الله علیه. مرتضی مطهری در آخرین نظریاتش نوشته است که تصور مردم دوره مشروطیت و نیز مردم ما از ولایت فقیه این نبوده و نیست که فقها حکومت کنند و اداری مملکت را به دست بگیرند، بلکه در طول قرون و اعصار تصور مردم از ولایت فقیه این بوده که از آنجا که جامعه یک جامعه اسلامی است و مردم وابسته به مکتب اسلامند، صلاحیت هر حاکمی از این نظر که قابلیت اجرای قوانین ملی و اسلامی را دارد یا نه باید مورد تصویب و تایید فقیه قرار بگیرد. ولایت فقیه یک ولایت ایدئولوژیکی است و اساساً فقیه را خود مردم انتخاب می‌کنند. این تو کتاب پیرامون جمهوری اسلامیش نوشته. بنابراین آقای مطهری قائل به نوعی ولایت انتخابی مقیده فقیه بوده. این مال بعدشه، این آخرین نظر نهایی مطهری. مهندس مهدی بازرگان یکی از نویسندگان کتاب تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه که با همکاری همکاراش نوشته از نهضت آزادی تنها نیست، در سال 67 منتشر شد. این اولین نقد کتبی منتشر شده در مورد ولایت مطلقه فقیه در ایران، توی ایران این را نوشته و منتشر کرد.
از منکران صریح اللهجه ولایت فقیه بوده است. عبارت مال این کتابه: قدرت مطلقه اعطایی به حکومت یا به ولایت فقیه مباینت آشکار با اسلام و توحید ابراهیمی داشته. قرآن و سنت و اطرت آن را تأیید نمی کنند و بنابراین فاقد اصالت و اعتبار است. این چه فرمانی است و چه انقلابی در ایران و اسلام که حکومت را در موضع بالاتر از فرستاده خدا قرار داده، به او اختیار می دهد برخلاف نص صریح و شاورهم فی الامر و بدون مشورت با امت تصمیم گیری در مصالح دولت و امور ملت نماید، تعهدات و قراردادها را علی رغم دستور ازلی اوفو بالعهد ان الکان عهد مسئولا یک طرف لغو کند و پا فراتر از خدا و ما انزل الله گذارده و به عقل خود مصلحت اسلام را تشخیص داده فرو و احکام الهی را موقتا یا دائما تعطیل نماید. ببین توی یه عبارت به این دقیقه اینها ضد دینی بودن نظریه ولایت مطلقه فقیه رو عرضه می کنم. این مقدار که من به شما گفتم نهضت آزادی و بازرگان رقیب سیاسی جمهوری اسلامی، رقیب سیاسی آقای خمینی بود، برای این همه، برای این همه فشار روی اونهاست. حالا بیام سراغ نویسنده بعدی، سید محمد بهشتی، دکتر بهشتی مشهور. عبارتی رو از آخرین کتابش نقل میکنم که عنوان کتاب هست ولایت، رهبری و روحانیت. در این رو بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی منتشر کرده و این مقاله یک فصلش در مورد فقیه و اولی الامر هست که در بهمن 58 ایشون تا یه سخنرانی فرمودن. عبارت مال ایشون: جامعه ما اگر بخواهد به راستی جامعه اسلامی بماند و اسلام اصیل بر آن حکومت کند، باید فقیه در جامعه هم رهبری فقاهتی کند هم رهبری ولایتی، یعنی باید نبض حکومت در دست فقیه باشد. خب آقای بهشتی، نایب رئیس مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، به همراه مرحوم منتظری رئیس این مجلس و سید حسن آیت عضو هیئت رئیسه این مجلس، از عوامل اصلی ادخال ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی بود است. حالا بریم سراغ آقای طالقانی. سید محمود طالقانی در سال 1334 در پاورقی های خود بر تنبیه الامه مجتهدین جامع شرایط را نایبان امام زمان در امور حسبیه و حفظ نظم حقوق عمومی را از اکمل و اوزه امور حسبیه دانست است. خب اگر این در تشریح نظر ناینی باشد، حالا یه عبارت دیگر از خود ایشون از پرتوی از قرآن نقل میکنن. ایشون فرمودند، این از جلد دو صفحه 76 در دهه 40 آقای طالقانی اینو مرقوم فرمودند: از نظر عالی اسلامی حکومت از آن شریعت الهی است که مظهر اراده و حاکمیت خداوند می باشد، ان الحکم الا لله، و امام و خلیفه اسلام مسئول و نظارت بر اجرا دارد. بنابراین مرحوم طالقانی، این آقای طالقانی هم توی این مقالشون هم توی مطالب دیگرشون از یک نوع ولایت فقیه حمایت فرمودند. حالا ممکنه بگید خب تو مجلس خبرگان چی؟ آقای طالقانی دو روز قبل از تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس بررسی قانون اساسی، بررسی نهایی قانون اساسی، زمان تصویبش 21 شهریور 58، زمان وفات آقای طالقانی 19 شهریور 58، یعنی دو روز قبل از اینکه از تو مجلس تصویب بشه از دنیا رفتن. البته روایت مهندس عزت الله صحابی، مرحوم طالقانی در کمیسیون های این مجلس از جمله کمیسیون مربوط به ولایت فقیه فعال نبودند. خب اینم در مورد آقای طالقانی. اما آقای جزایری، سید مرتضی جزایری، ایشون در سال 1387 از دنیا رفتن. عبارتی رو نقل میکنم، مطلبی رو از کتاب فقه جزایری، تقریرات درس ایشون که تاریخ مقدمش دی 1383 است. کتاب متاسفانه امکان انتشار نداره و نسخه زیراکسی به اصطلاح من دارم از اون کتاب، ولی عبارت بسیار خلاصه فاخری دارنشون. گفته که حکومت دینی پدیده است که تاریخ رشد مسلمین آن را ایجاد و ایجاب کرده. تا آنجا که از قرآن برمی آید ظاهرا ربطی به اسلام ندارد. یعنی حکومت دینی ربطی به اسلام ندارد. البته وقتی قرار شد حکومتی وجود داشته باشد، لاجرم مقررات اجتماعی می خواهد.
در حالی که اینها به هیچ وجه جز اسلام نیست. باید یقین داشت که مقررات اجتماعی و قراردادهای مربوط به اجتماع در هیچ زمینه ای ماهیتاً هیچ ارتباطی به هیچ دینی ندارند. و این باور که این موضوعات ارتباط به دین دارند، این مشکل عظیم را به وجود آورده است. بعد جای دیگری فرمودند، 100 صفحه اون برتر، کلی من خوندم تا به این مواردش رو پیدا کردم. اسلام وقتی حکومت شد، همین که در تعارض دین یعنی مبانی معنوی و حکومت قرار گیرد و قدرت را بر آن مبانی ترجیح دهد، مجبور خواهد بود اهداف خیش را در شکل اصیل دین وانمود کند و در نتیجه ناگزیر می شود در مبانی دین دخل و تصرف کند و برای این دخل و تصرف بایستی مردمی با ظاهر آراسته که حرفهایشان مقبول عام است بسازند و به عنوان محدث، فقیه، قاضی، مفسر و قصاص و سبو تاریخ و روایت گو حرفهای را بازگو کنند که این روش را تأیید کند. در این روش مردم آزاداندیش یا اصلا کنار از قیل و قال مذهب حرکت می کنند یا اگر وارد صحنه شدند به عنوان ملاحده منافقین متهم و منفور خواهند شد. خیلی برخورد مترقی در این زمینه داره. همونطور که عرض کردم، من درباره آقای جزائری تحقیقات فراوانی کردم، هنوز چیزی منتشر نکردم، چیزی هم شتاب زده در نقد یکی از عرایض من برخی بستگانشون منتشر کردم، منتظر بمانند، من خیلی در موردشون حرف دارم. خب بنابراین نتیجه بگیرم و تمام، از این 7 نویسنده مقالات کتاب بحثی درباره مرجع روحانیت خارج از این کتاب، آقایان طباطبایی، سید ابوالفضل موسوی مشتری زنجانی، مهندس مهدی بازرگان و سید مرتضی جزائری صریحاً منکر ولایت فقیه بودند. آقایان سید محمود طالقانی، مرتضی مطهری و سید محمد بهشتی به نوعی ولایت انتخابی مقیده فقیه باور داشتند. معلوم نیست اگر عمر طالقانی و مطهری کفاف می‌داد بر باور به ولایت فقیه باقی می‌ماندند. رحمت خدا بر همه اونها بود. خب این وقت من تمام شده. یه بخش از بحثم کامل موند، عنوانش هست مقایسه اندیشه سیاسی طباطبایی و بازرگان، که من آثار اصلی بازرگان رو قبل از انقلاب و بعد از انقلاب بررسی کردم، به نظرم بسیار مهمه، و بعد با آقای طباطبایی و آقای خمینی مقایسه کردم. این انشاءالله در گفتار بعدی عرضه خواهم کرد. از صبر و حوصله تک تک شما سپاسگزارم. اگر نظری انتقادی در مورد مطالب این گفتار و گفتارهای دیگه من داشتید، حتما با ایمیل به من خبر بدید. حالا با پرسش و پاسخ در خدمتتون هستم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب بچه‌هاتون خب خب نقل کردن سال اول از آقای شیخ یحیی کبیر، نقل کردن که وقتی علامه به قم اومدن و مشغول فلسفه شدند، امام خمینی خوشحال شد و با خیال راحت به مشغول فقه اصول شد، چون از بابت فلسفه خیالش راحت شد. بسیار خوب، این روایت متفاوتی است با اسنادی که من اقامه کردم. ایشون سندشون رو ارائه میکنن، نهایتش ببینیم کدامش قوی تره. این آقای گرامی چیزایی که نقل کرد و اسناد دیگری که جمله خود آقای طباطبایی در این زمین از همه مهمتر. در حال پرونده بحث باز، منم موارد رو ذکر کردم. سال دوم پرسیدن که علامه چه تفسیری از ولایت فقیه داشت.
خب در مقاله زعامت و ولایت و زعامت در کتاب بحثی در مرجعیت روحانیت ایشون تلقی خودشون اونجا گفتند که سوال خیلی خوبی رو مطرح کردن، گفتن این به عهده فقه، من اینجا نمیخوام از اون زاویه برم. منتها در تفسیر المیزان ذیل آیه 83 دو جا در قرآن بحث اول الامر آمده، دومیش اونجا 5 تا احتمال رو نقل کردن از شیعه و سنی. یک احتمال رو که منظور از اول الامر ائمه علیهم السلام باشن رو خودشون تایید کردن، 4 احتمال دیگه رو نقد کردن. یکی از اون مواردی رو که به شدت نقد کردن این که مراد از اول الامر علمای دین باشن. وقتی گفتن منظور از علمای دین فقها، محدثین، مفسرین فلان، بعد اونجا ذکر میکنن به تبع از استادشون مرحوم محمد حسین قرضی اصفهانی، مگر فقها چه میدانند که ما که ائمه یا پیامبر سیاست رو باید به اونها سپرده باشند. بعد یک عبارتی بالاتر میگه که اینو من از غیر آقای طباطبایی ندیدم، میگه که سپردن کار سیاست به دست فقها باعث فساد و ضرری در جامعه میشود. چرا که اینا اصلا آشنا نیستن، اینا در کلیات کار کردن، سیاست بحث علم در جزئیات است. برید خودتون بخونید ببینید. من اینا رو همه توی گفتار قبلی آوردم، دیگه تکرار نمیکنم. و واقعا وقتی آدم میبینه اتفاقات هم که داره میفته، لمس میکنه که آقای طباطبایی چی فرمودن. من اینا رو ذکر کردم گذاشتم بعد از همه سندای اون آخرین اولین شهید این انقلاب اسلام بود ذکر بکنم که بگم چقدر سازگاره اون عبارت با مبانی نظریه ایشون در کتاباشون، از جمله المیزان، از جمله همین کتاب و دیگر کتاب فارسیشون. خب تذکر دادن که اسم کتاب عروس دختر آقای خمینی و عروسشون متفاوته، من الان به ذهنم نبود. این کتابی که من ذکر کردم کتاب خانم فهیمه مصطفی دختر آقای خمینی هست، یکیش از اقلیم خاطرات، یکیش هست یه چیز دیگری هست دفتر ایام، یکیش از دفتر ایام، یکیش از اقلیم خاطرات. اون کتابی که دختر نوشته نه عروس نوشته. اینا رو همه با تفصیل و اسم جزئیاتش آوردم، از حافظم ذکر کردم، میتونه نادرست باشه، ممنون که تذکر دادید. کتاب دخترشون مراده نه کتاب عروسشون. سال دیگه دکتر صدوقی سها در کتاب حکمای متأخر بر ملا صدرا شما را فاضل خطاب کردن. خیلی من متشکر، خبر نداشتم. من اصلا ویرایش اخیر کتاب آقای صدوقی سها رو ندیدم. رابطه آقای خمینی و آیت الله شریعت مداری به همان زمان سال 41 برمیگردد؟ نه، خیلی زودتر. ببینید هر دوی اینها در دهه 10 یعنی 1300 وقتی هر دو آمده بودن، شیخ عبدالکریم هاری مؤسس حوزه علمی قم بود در عراق و بعد در قم، اینا شاگردای آقای حائری یزدی بودن، هم آقای شریعت مداری، هم آقای گلپایگانی، هم آقای خمینی، هم آقای مرشی نجفی، هم این آقای کرس کردم، آقای سید ابوالفضل موسوی زنجانی، اینا هم کلاس بودن. از وقتی هم کلاس بودن آقای خمینی، آقای شریعت مداری با هم رقیب بودن. آقای شریعت مداری خب خیلی زود مرجع میشه، پول دستش میاد، وجوهات دستش میاد، آقا به اصطلاح میشه. آقای خمینی درس میداده، مدرس بوده، وجوهاتی نمیامده، مرجع نبوده تو سال 41 و دیرتر سال 40 دهه 40 یعنی بعد از جریانات سیاسی که تازه آقای خمینی مشهور میشه، در حالی که آقای شریعت مداری یکی دو دهه قبل مرجع بوده، حالا نه مرجع اصلی ولی بالاخره مرجع بوده. از همون زمان اینها با هم دیگه اختلاف نظر داشتن، این از دوران طلبگی با هم رقیب بودن، دو تا طلبه شاخص آقای حائری یزدی بودن. و مسئله بعدی که الان من مراجعه بکنید به کتاب چیز، به کتاب همین شکست شدن ناموس انقلاب، اونجا گفتم، میتونید اونجا مراجعه بفرمایید. آیا بله، سال بعدی گفتند که آیا سخنرانی آقای طالقانی در مورد ظهور دیکتاتور را دیدید یا وجود ایشان از اعتقاد به ولایت فقیه پشیمان نشده بودند؟ آقای طالقانی اتفاقا چون من با به اصطلاح در دوره جوانیم، آقای طالقانی که شخصیت های خیلی محبوب من بود، ایشون بالاخره تو زندان که بودن دو تا ما روحانی زندانی داشتیم شاخص‌تر از بقیه، دیب زیاد بودن،
ولی شاخصتر از همه آقای طالقانی و آقای منتظری بودن. من از اون زمان خب خدمت ایشون ارادت داشتم. بعد تفسیر پرتوی از قرآن هم بود که خیلی تفسیر مهمی بود برای اون دوران، رو مطالعه میکردیم و استفاده میکردیم و اینا. ولی نکاتی که ذکر کردم، آقای طالقانی به لحاظ نظری مطالبشون این بود، هم تو کتاب تنزیه الامه، هم تو کتاب پرتوی از قرآن، تو سخنرانیاشون بله با دیکتاتوری مخالف بودن. اما اینکه هیچ وقت هم ببینید احترام آقای خمینی رو تا آخر رعایت میکرد، حتی اختلاف نظری هم در مورد پسرش و دیگران داشت و رو احترام رو رعایت میکرد. به هر حال روی عرایض هم فکر بکنید، یعنی کاملا سنجیده بود اون چه که در مورد آقای طالقانی عرض کردم و اینکه حالا تو سخنرانی ها چی گفتن، مهم که تو کتاباشون چی نوشتن، اون سخنرانی جز متشابهاتشونه، اونی که تو کتاباشون نوشتن جز محکماتشون. بله، آقای خمینی نوشتند به این نتیجه رستند که باید شاه شد تا به اهداف رسید. به نظر شما آقای خمینی چگونه و تحت تاثیر چه چیزی ممکن است به این نتیجه رسیده باشد؟ خب عوامل، من خیلی اهل حد زدن نیستم، اگرم به روش کارم ملاحظه کرده باشید سعی میکنم همش رو مستند بگم. اگر پسر آقای خمینی رو نگفته بود من این رو به زبان نمی آوردم. و شاه هم تو اونجا یعنی فرد قدرتمند، آقای خمینی بالاخره دنباله ای بود که معتقد بود تا قدرت سیاسی به دست نیاید نمیتوانیم اقامه شریعت بکنیم، نمیتونیم خدمت به دین بکنیم، دنباله این بود. حالا اینکه به دلیل خصلت شخصی بود یا هر چیز دیگه اون مسائل ثانوی است، یعنی تحلیل روانشناختی ایناست که من نمیخوام دنبالش برم. اما اینکه ایشون معتقد بوده که باید قدرت سیاسی به دست بیاد، بعد ایشون به قائل بود و بعدم واقعا فکر میکرد که ما یک چهار روز نمیدونم رادیو تلویزیون دستمون باشه همه چیز رو حل میکنیم. میبینید دیگه گفته اینا رو همه گفتند و یا فکر میکردن خیلی در نگاه ساده و بسیطی به سیاست داشتن. مشکل سر این بوده، فکر میکردن مملکت رو مثلا ما شاه بشویم مملکت همه چیز درست میشه، همین چون این شاه دیگه وابسته به آمریکا نیست و در نتیجه کار درست میشه. سیاست خیلی پیچیده تر از اون است که تو ذهن آقای خمینی بود و تو ذهن پیروان امروزیش. بله، در نظر شما پیامبر در شأن سیاست منتخب مردم بودند و حکومت آنها مجبورانه و دارای نسب الهی نبوده، آیا چنین نظر را می توان به حضرت داوود و سلیمان نیز تعمیم داد؟ این که حالا بریم چند هزار سال قبل بریم برای که کار محققانه بکنیم باید ذره ذره پیش بریم. میدونید در مورد قبل از عیسی مسیح ما هیچ سند مکتوبی نداریم. ما خیلی تجربه آوره، یعنی من کلاس درس دادم بحث الهیات تطبیقی یهودیت و مسیحیت اسلام، قدیمی ترین متون یهودی موجود مال دوره تولد عیسی مسیحه. قبل چی بوده، شفاهی بوده، چه بوده، نمیدونم. خیلی دشواره اصلا این که در مورد یهودیت تاریخی صحبت کردن کار بسیار سنگینی است. این که حالا در مورد پیامبران اون دوران چه میتوان گفت، نمیدونم. اون چه که من میتونم بگم در مورد پیغمبر اسلام این که گفتم حتمی است. در مورد پیامبران گذشته بله، ما فرض بکنید این که نحوه رفتار حضرت سلیمان مثلا با ملکه سبا چگونه بوده است، خب ابهام داره، نمیدونم. من اینا رو نمیتونم تعمیم بدم. علل قاعده چنین است که ما میگیم کلن زمامداری سیاسی بدون رضایت مردم نادرست است در هر زمانی در هر شرایطی. حالا شرایطش در مورد حضرت داوود و حضرت سلیمان چگونه بوده است یه تحقیق حسابی میطلبه. حسابی منم هزار تا اولویت دیگه الان دارم که بلا بیاد بگو برو بگرد بشین حضرت داوود حضرت سلیمان چه کار کردم چه میدونم چه کار کردم. فعلا درد من پیغمبر خودمه، پیغمبر اسلامه، قبل از اون کاری ندارم. کلی من تئوری من در اون پیغمبر اسلام، برای که کلی بافیه نکرده باشم. بله، بعد پرسیدن نظر شما در سالهای اخیر مبانی نظریه ولایت فقیه تغییر کرده، حوزه علمی چه تولیداتی داشتن؟ خب دو تا سواله. نه خیر، مبانی در مورد ولایت فقیه بنده نظرم تا اونجا که فکر میکنم تغییر نکرده. از زمانی که من اولین نوشتای خودم رو دارم، یعنی سال اول دهه 70 که من اولین مقالاتم منتشر کردم، همین حرفا رو تو ذهنم بوده. حتی وضوحش بیشتر شده. همینطوره که آمدم هر روز دیدم این ولایت فقیه چه مشکلات بیشتری داره.
ولی هیچ وقت باش همراهی نکردم. از اون زمانی که کتابت دارم، مقاله دارم، میتونید مراجعه کنید و بررسی کنید. حوزه های علمی چه تولیداتی داشتن؟ خیلی تولیدات داشتن. در چه حوزه‌ای؟ در حوزه فلسفه، در حوزه عرفان، در حوزه فقه، اصول، ادبیات عربی، تفسیر قرآن، حدیث و اینا تفاوت داره. مثلا بعد از انقلاب در حوزه تصحیح کتب خیلی پیشرفت صورت گرفته شده. یعنی کتاب چاپ سنگی تبدیل به چاپ حروفی و انتقادی بشه و خیلی باید قدم مهمی برداشته شده. ولی که کتاب تدوین صورت بگیره، خب تو برخی رشته‌ها باید مورد به مورد صحبت بکنی. من یه بار تو ذهنمه که برداشتم ببینیم در قرن اخیر در هر یک از این رشته ما چند کتاب اصلی داریم. خیلی به کار حوزه و غیر حوزه هم کار نداشتم، به عنوان فرض کنیم مسلمان شیعه هر چیزای بدی هم پیدا نکردم، دارم جای منتشرش نکردم. ولی اینجوری نیست که فکر بکنیم هیچ کاری صورت نگرفته باشه. نه، کار صورت گرفته شده، ولی انتظارات خب بیشتر باشه. منم انتظارم خیلی بیشتره. بله. بعد در رابطه مطهری گفتید که مطابق اسناد ساواک عضو جبهه نهضت آزادی بودم. نه، همچیز نگفته بود. گفت طرفدار نهضت آزادی. هیچ وقت عضو نبودم. نه آقای سید ابوالفضل، نه آقای مطهری، بود طرفدار. آیا به غیر از اسناد ساواک اسناد دیگری در رابطه با عضویت؟ خب معلوم شد شما اصلا اشتباه متوجه شدید. نه، هرگز نه آقای مطهری، نه آقای سید ابوالفضل عضو نهضت آزادی یا جبهه ملی نبودن. اسد رضا مجتهد موسوی زنجانی ایشون عضو جبهه ملی بودن که مثلا امروز بحث نکردم، مقاله دارم در موردشون، میتونید مراجعه بفرمایید. ولی که این دو نفر دوست بطالقانی و بازرگان و صحابی بودن، ولی هیچ وقت عضو نهضت آزادی نبودن. نقل قول های شده، آیا شما به تکفیر معتقدید؟ بله، بنده هم نقل قول رو دیدم. آقای دکتر عبدالکریم سروش محبت فرمودن، یه سوالی ازشون شده و منو متهم به تکفیر کردن. نه، متاسفانه این ایشون بهتان زدن، اونم بهتان عظیم زدن. من امروز چون مطمئن بودم شما هم چه سوالی ازم میکنید، ببینید این کتابی است که ملاحظه بفرمایید. این کتاب من سال 1393 منتشر شده، عنوانش هم میبینید مجازات مرتد و آزادی مذهب، نقد مجازات ارتداد و سب النبی با موازین فقه استدلالی. میبینید مقدسش هم ببینید سال 93. بعد از اون این کتابم ویرایش اولش بود، ویرایش دومش هم به انگلیسی منتشر شده. میبینید در انگلستان منتشر شده. و اگر کسی به من همچون نسبتی میده، کار منو نخونده. من دو عبارتی هم آماده کردم، حالا اگر پیدا بکنم برای شما بخونم. که ببینید در مقاله، بله، در همون مقاله که این همه چیز شده، این همه روش بحث شده که عنوانش هست طیف‌های جدید اسلامی در ایران معاصر، تندروها، نوسنتی‌ها و تجدید نظر طلبان دینی، که 8 اسفند 1400 منتشر شده، من دو تا بند از این رو میخونم. اگر کسی از این مقاله خلاف این رو درک کرده، اشتباه کرده. اونجا نوشتم آیا میشود کسی را به بهانه تجدید نظر طلبی خاموش کرد؟ کلا و هاشا. هر کسی مجاز است هر چی به نظرش میرسید بر زبان براند و احدی حق ندارد اظهار نظر دیگری را ولو غلط بداند محدود کند. به عبارت دیگر آزادی بیان خصوصا در ابراز آراء غیر ارتدوکس دینی به هیچ بهانه قابل نقض نیست. هر محدودیتی به هر بهانه در این زمینه به ضرر بالندگی و شکوفایی فکر دینی تمام می شود. من تمام قد از حق آزادی بیان مسلمانان تجدید نظر طلب ایرانی، بلکه دیگر تجدید نظر طلبان و منتقدان اسلام دفاع میکنم. بعد بند 6 اواخر اون مقاله است نوشتم آیا ابراز هر رأی ولو به نظر دیگران کاملا نادرست و خلاف محکمات کتاب و سنت باعث خروج گوینده از اسلام نمی شود؟ پاسخ دادم خیر. تا زمانی که گوینده خود را مسلمان معرفی می کند
محکوم به مسلمان بودن است و با او معامله مسلمان می شود. قرار نیست گوینده این آراء تجد نظر طلبانه مرتد معرفی شود یا تکفیر گردد، خصوصا این که در جای خود استدلال کردم در این دوتا کتابی که نشون دادم تحقیقا هیچ مجازات دنیوی برای مرتد وجود ندارد، نه اعدام، نه انتقال اموال به وارث و نه جدایی از همسر. با صراحت عرض میکنم، اونجا نوشتم، با امر اندیشه‌ای باید مواجهه اندیشه‌ای کرد، نه مقابله حذفی. اگر برهانی قوی در کف است، چه نیازی به حذف و ایجاد محدودیت؟ من اطمینان دارم آقای دکتر سروش میداند و مطمئن است که من هرگز تکفیرم به ذهنم خطور نکرده. این بار چندم هست، هر بار که ایشون مورد نقد قرار میگیره حربه زنگ زده تکفیر رو بلند میکند و من بسیار متاسفم از این بی اخلاقی که به کار رفته. بله خب، اگر این طور باشد تلاش ائمه برای ایجاد حکومت دینی چگونه توجیه می شود؟ کدوم امام برای ایجاد حکومت دینی قیام کرده؟ شما امام حسین رو می گیرید، خب مقاله امام حسین از منظر دیگر، الان هم ایام عزای حسینی هست، حتما مطالعه بفرمایید. عنوانش هست امام حسین از منظر دیگر، قاعده یا استثناء. ببینید امام حسین از اول برای حکومت دینی بلند شد یا برای امر معروف و نهی از منکر بود؟ در مقطعی که مردم کوفه رضایت داشتند از ایشون دعوت کردند، ایشون تصمیم گرفت که ابن عم خودش رو، مسلم ابن عقیل رو به اونجا بفرسته، آزمایش بکنه آیا درست است یا درست نیست. اگر درست است به کوفه برود، که بعد خب دیگه قضیه رو میدونید و اونا مسلم رو شهید کردند و امام مجبور شد بین بیعت و بیعت ذلیلانه یا شهادت انتخاب بکنه و هیهات من نزل. این کار امام حسین، من اونجا نشون دادم که اصلا همچه چیزی نیست. ببینید امام باقر و امام صادق علیهم السلام در زمان فترت بین امویان و عباسیان زندگی میکردن، یعنی خیلی ضعیف بوده به اصطلاح حکومت مرکزی. زید ابن علی همون زمان آمده و قیام کرده. چرا امام صادق، چرا امام باقر قبول نکردن مثل زید ابن علی پسرموشون بیان و قیام بکنن؟ برای که یه چیزی رو اولویت براشون بود. این که تو ذهن ما تو زمان انقلاب کردن که همه ائمه دنبال حکومت اسلامی بودن، افسانه بیش نیست، افسانه بیش نیست. اینا تو اون کتاب مقاله به تفصیل و مستند آوردن. با در نظر گرفتن تمام جوانب که شما بیان کردید، شکی نیست که علمای اعلام مستقل کنونی ولایت فقیه را قبول ندارن. سوال اینجاست که چرا همین آقایان علما، چرا واضح و روشن با حکومت و شکل بعدش ادامه ندادن؟ شکل آن موافقن، مخالفن؟ میتونید سوالتون تکمیل بفرمایید تا من بهش پاسخ بدم. ببینید همین علمای فعلی هم، یعنی مراجع تقلید هم، اکثرشون قائل نیستن به ولایت فقیه. حالا میگید قیام بکنن، نخیر، بر اونها آن میرود که بر آقای منتظری رفت، بر آقای شریعت مداری رفت، بنابراین اهل قیام هم نیستن. موافق نیست. بله، با این همه مخالف ولایت فقیه چطور به نظریه غالب تبدیل شد؟ کدوم نظریه غالب؟ نظریه غالب با زور است، به لحاظ علمی خیر. نظریه غالب یعنی در حوزه های علمی نظر غالب باشد، هرگز چنین نیست، هیچ وقت هم اینجوری نبوده. فقها آمدن در این زمینه بحث بکنن، پریدن از روی بحث. چرا؟ پیشون سازمان وزارت اطلاعات یا اون دادگاه ویژه یا چیز دیگه خلاصه اولتیماتوم داده که اگه بخواد حرفتون رو بزنید برخورد بایتون میکنه. دو مستاق ذکر میکنم، آقا علی فلسفی، میرزا علی فلسفی در مشهد، آقای وحید خراسانی در قم، هر دوتاشون تو مکاسب میفرمودن، به بحث ولایت فقیه که رسن پریدن از روش. چرا؟ من در مورد هر دوتاشون نوشتم، مراجعه بکنید. هیچ چیزایی رو میگید غیر مستند، نظری غالب نیست، به خصوص که همه مراجع و سایر بزرگان حداقل با تفسیر آقای خمینی از ولایت فقیه مخالف بودن، چه بسا بعد شاگردانشون ایشان هم مخالف بودن و
بله مخالفن، اما فرض کن بنده مخالف حرفمو زدم، الان اینجا هستم، رفتم زندان، بچه‌ام خارج از کشور در تبعید و بقیه هم ماساشون رو کیسه میکنن دیگه. بله، جز نقل قول استاد مطهری درباره دکتر مصدق های اظهار نظر صریحی بعدن در این مورد داشتن من نمیدونم. بادگشت توی مجموعه آثارشون اینو توی سند اوورده بود، من ذکر کردم، ولی مورد دیگر الان سراغ ندارم، هیچ مخالفتی هم از ایشون سراغ ندارم در این مسئله. خانه روبروی مدرسه حجتی وجوهات بوده، آقای طباطبایی هم که نمیخواست از وجوهات پایش حساب شد، پس چه اشکالی با آقای خمینی وارد است؟ چرا باید نسبت به ملکی که از وجوهات بوده تأخیر میانداخته؟ من به شما راه حل شرعی را نشون دادم. راه حل شرعی سکنا بوده. راه حل شرعی این بوده که مستأجری که توان پرداخت نداره، اونم مستأجری که عالم نیست، علامه است، همون وجوهات شرعی میشونه هزار تا طریق استفاده بشه، لازم نیست به فرد گفته بشه. موارد قبلی که من در این زمینه نوشتم بخونید، بعد اتهاماتی که به ایشون زدارم مراجعه بفرمایید، آخوند اوقافی، استاد دانشگاه و چه و چه و چه، بدون چه اتفاقی افتاده. حرفای آقای دکتر محمد صادقی رو بشنوید، از شاگردان دو نفر هست، نوارش هم هست و دیگران. اونجا من خیلی سند هر چه بوده آوردم و بعد خودتون قضاوت کنید، نمیخواد به قضاوت بنده مراجعه کنید. چرا در قرآن نامی از حکومت و روش اجرای برده نشده است؟ خیلی حرف حسابیه، نباید برده میشده، چون کار دین نیست. کار دین کارهای بالاتر از اموری است که عقل انسان و تجربه انسانی میتونه انجام بده. کار دین حیات معنوی بخشیدن به انسان هست، معنا بخشیدن به زندگی است، توحید است، معاد است، جهان غیب است، این امور اخلاق است، ضمانت اخلاق است، مناسک است، شبه مناسک است و برخی قواعد معاملات است. اما در مورد اینها هیچ کدامش امور متغیر جزئی نیست. اینکه چطور فرض بکنیم ما چجوری قضا بپزیم تو قرآن هست، و مریض شدیم چجوری طبابت بشه و مربوط به قرآنه. خب امور اجتماعی هم حکومتمون چجوری باشم از همین سقبیل است، اقتصادمون چجوری باشم از همین قبیل است. اونها که سیاست و اقتصاد و طب و همسالم رو تو قرآن میگردن به بیراه میره. جزوات ولایت فقها از غیر امام خمینی، مثلا از آیت الله شریعت مداری موجود است؟ تو کجا داریم صحبت میکنیم؟ تو سوئیس که نیستیم که. کتاب های آقای شریعت مداری در ایران امکان منتشارش نبوده. کتاب قضای ایشون رو من به خیلی زور پیدا کردم و خوندم. در بحث مکاسب، تقریرات مکاسب، ایشون نظرشون رو در مورد ولایت فقیه گفتن، من همش رو تحقیق کردم ولی منتشر نکردم. مکاسب ایشون رو به یک اسم دیگری فقط مقرر منتشر شده، منتها اسم آقای شریعت مداری یا توش نیست یا خیلی پلیز یه جوری گمگورش کردن که امکان انتشارش باشه. کتاب قضای ایشون که بسیار کتاب مهمیه، واقعا به لحاظ علمی کتاب با مهمیه، خب ببینید چجوری منتشر شده، بگردید. بله، آیا خمینی یک پوپولیست هم بود؟ حالا آقای خمینی بالاخره به مسائل حوزه عمومی و بسیج عمومی اینها خیلی عنایت داشت. یک معنا بله. چطور ولایت انتصابی را رد میکنید؟ یک کتاب نوشتم، مراجعه کنید، مطالعه بکنید. عنوانش هم هست حکومت انتصابی. حکومت انتصابی رو وبسایت هم هست، امکان انتشارش که تو ایران نبوده، مراجعه کنید، اونجا مفصل نوشتم، نقدی داشتید منتشر کنید. لطفاً مقایسه کارنامه ولایت فقیه زمان آقای خمینی و خامنه‌ای را بررسی فرمایید. خب تا حدی که بوده انجام دادم، تو برخی از مقالات هم نوشتم که ببینید یه خلاصه به شما بگم، حالا بر حدی که به این جلسه باشه دیگه، وقت هم داره دیگه خیلی میگذره، سعی میکنم به این جواب سوالا صریح جواب بدم و تموم کنم. ببینید آقای خمینی وقتی که آمد به ایران برگشت، بیش از 98% مردم باش بودن. وقتی هم از دنیا رفت حدود 70%، یعنی حدود 27-8% ریزش بود، ولی بالای 70% زمان تشییع جنازش من بودم، شخصا پیاده از تهران تا بهشت زهرا رفتم و دیدم، خودم با چشم خودم دیدم. الان بعد از آقای خمینی میزان اقبال مردمی
به حکومت و رهبری به زیر 30% در خوشبینانه ترین حالت رسید. در خوشبینانه ترین حالت، اگر نگم زیر 20%. اگر رفراندومی الان ایجاد برگزار بشه، با اطمینان تمام میشه ذکر آقای خامنه‌ای رأی نمیارند. برای همین الان حکومت اقلیت بر اکثریت، زمان آقای خمینی حکومت اکثریت، اگر دیکتاتوری هم بود دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت، ولی الان دیکتاتوری اقلیت بر اکثریت، یعنی رهبری و پاسداران اینا دارن حکومت میکنن، اقلیت. فساد هم که داره بیداد میکنه، لذا میشه ذکر کرد این فساد اون زمان به این شدت نبود. حالا مقایسه در همین حد بکنه. در علاوه آقای خمینی کاریزما داشت، تو ماه میدیدندش. یا آقا نداره. آقای خمینی سواد فقهی داشت، یا آقا اونم نداره، قدرت هم نداره. بالاخره وقتی یه فتوای میداد مراجع دیگه هم حساب میبردن، چون آدم بی سوادی نبود توی حوزه، ولی آقا توانم نداره. بعد چیزای دیگه حالا در جای خودش گفتم. بله، پرتشم ارتباطی به این جلسه ندارد. جناب سروش درباره جنابالی عبارت روحانی قشری را به کار بردند و بیان کردند که شما ایشان را تکفیر کردید. میخواستم پاسخ اجمالیتان را بدانم. در مورد اولی من خدمتشون سلام عرض میکنم. در مورد دومی هم، در مورد تکفیر، به موقعش اگر ایشون مقالات من رو ببینن، کتاب من رو ببینن، احتمال داره از خواب بیدار بشن، ولی اگر کسی خودش رو به خواب زده باشه بیدار شدنی نیست. چندین بار ایشون این مسئله تکفیر رو با انتقادات خلط فرمودن و من تذکر دادم. اگر قرار بود متوجه بشن حتما متوجه شدن، که ارزی ندارم. و موقعش هم من بحث ادامه دادم، دوباره اسناد دیگری ذکر میکنم. اثبات تکفیر به اون چه که ایشون ذکر کردن بهتان عظیم و تهمت بزرگیست. میزان صحتش در همون حدی است که حسین شریعت مداری نماینده خامنه‌ای در کیهان سفر اسرائیل رو به من نسبت داد. نسبت تکفیر عبدالکریم سروش هم به من در همین حد از صحت و اتقان است. خب، تا جایی که من به خاطر دارم شما در دو هفته راه نو به مدیریت آقای گنجی طرفدار ولایت فقیه وکالتی بودید. آیا هنوز هم ولی فقیه را وکیل و منتخب مردم میدن؟ کذب محض. همه شماره‌های راه نو وجود داره، بعد اون شماره‌ها شده کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه که جای دیگری بوده. اونی که توی مقاله توی مجله راه نو چاپ میشد حکومت انتظه چیز بود، حکومت ولایی بود، نقد حکومت ولایت فقیه. کاش دوستان قبل از این که مطلبی رو نسبت بدن مثل اون آقای قبلی میرفتن میخوندن رسالت. من هر وقت هیچ وقت چون این چیز رو قائل نبودم. استاد من قائل بودن، نه بنده. مرحوم آقای منتظری قائل به این زمینه بودن، بنده هیچ وقت به این قائل نبودم. مجله وجود داره، همش هم منتشر شده تو این دو تا کتاب، میتونید مراجعه بکنید و ببینید. ارتدوکس دینی را کوتاه تشریح نماید. ارتدوکس دینی یعنی فی الواقع همون چیزی که اصطلاحاً بهش دینداری سنتی گفته میشه، اینو میگنش ارتدوکس، ارتدوکس دینی، راست دینی توی اینها. بعد اگر کسی هترودوکس مقابلش هست، هترودوکس یعنی شما بیاد یک حرفایی رو بزنید که خروج از این ارتودکسی محسوب بشه، که من به تفسیر اونا رو گفتم به عنوان هسته سخت، به عنوان بنیادهای اسلام. مثلا فرض بکنید اسلام درش توحید هست، اسلام درش نبوت هست، درش معاده. اگر کسی بیاد بگه که توحید نیست، خب این میشه نفی قضیه. یا کسی درش وحی هست، این قرآن کتاب خداست، بیاد بگه نه قرآن کتاب خدا نیست. یه وقتی بیاد بگه مثلا تفسیر محمد ابن عبدالله، بعد اونم زیرش بزنه بگه آقا قرآن دو دهه دو صده بعد خارج از شبه جزیره حجاز عربستان توسط مسیحیان یهودیان نوشته شده است، حرفای تجدید نظر طلبان مستشرق که حالا توی ایران هم مد شده دارن ذکر میکنن، اینا خروج از ارتدوکسی دینی است. من بحثام ادامه دارد، شما خیلی عجله نفرمایید. همه علما ظاهرا ولایت فقیه را قبول داشتند، اختلاف بر سر ولایت مطلق است. خیر آقا شما اطلاع ندارید، ولایت فقیه در امور حسبیه است نه ولایت سیاسی فقیه. ولایت فقیه در امور حسبیه یعنی اینکه یک مثلا بچه بی سرپرست باشه، مجنون باشه، امثالو این همه قبول دارن در امور حسبیه. تازه در همون هم که های ولایت دارد که از باب قدر متیقن است، اینجوری نیست که اتفاق نظر باشه. اخوند خراسانی همون ولایت را در امور حسبیه قبول نداره.
از باب قدر متعقل، بعد بالاترش ولایت قضایی، بالاتر از اون ولایت سیاسی. اونی که یه مغالطه صورت میگیره اولی رو میگن، سومی رو نتیجه میگیرن. همون سومی همین شاه بودنه، یعنی فقیه شاه بشود. نه، اکثر فقها غیر از آقای خمینی و برخی شاگردانش به این قائل نیستن. اونایی هم قبلش هم چند تا از فقها گفتن کلیاتی است که تئوری بوده و اکثریت فقها به این مسئله قائل نیستن. ولایت سیاسی فقیه در این زمینه من مفصل کتاب نوشتم، مراجعه بکنید بخونید، مقاله هم هست میتونید ببینید. در مورد موضوع منزل آقای خمینی، با اینکه یک عده هنوز زنده آمد، اینقدر اختلاف نظر وجود دارد، چطور در مسائل صدر اسلام اینقدر قاطع نظر میدهید؟ قاطعش در حد مدارک است. هر چی مدرک بود در حد بحث تاریخی میشه ذکر کرد. اینه که شما فکر بکن به این سادگی میشه قیاس کرد که چون توی مسئله اینجوری بوده بس مسائل دیگه هم همش اینجوری هست. نه، اینطوری نیست. هر مسئله رو در جای خودش ما بحث میکنیم، بررسی میکنیم و میشه ذکر کرد. مسائل صدر اسلام بفرمایید، من در خدمتتون هستم. خب، شهید بشتی را چقدر در استقرار این قرائت از ولایت فقیه مؤثر میدانه؟ بالاخره ایشون به علاوه مرحوم آقای منتظری و آقای در مسئله قانون اساسی خیلی مؤثر بودن. آقای بهشتی خیلی نقش مؤثری داشت، در مسئله اساسی نقش اصلی رو داشته. به لحاظ علمی هم آقای منتظری اون زمان بودن. به هر حال اونا رو نوشتم، من با کسی تعارف ندارم. همون زمانم هم من آقای منتظری در قید حیات بودن، خدمتشون رفتم، اعتراضم کردم، نوشتمم، نامم نوشتم و خیلی موارد دیگه. خوشبختانه ایشون هم آخرین نظرشون نفی ولایت اجرایی فقیه بود، نفی ولایت سیاسی فقیه، صرفا به یک ولایت نظارتی قائل شدن در انتهای حیاتشون، رحمت الله علیه. بله، چرا محمد؟ من دیگه تا 4 دقیقه دیگه بیشتر به سوالات جواب نمیدم، خیلی سوال وقت گذشته. چرا محمد اسلام را به زور شمشیر ابلاغ کرد و دنبال دموکراسی نبود؟ آیا دین با تعبد عقیده و دموکراسی مخالف نیست؟ خب این حرفی است که اون اولی که آقای دکتر سروش فرمودن، دومی هم که آقای ملکیان فرمودن. من با این همینا مناقشه دارم، سوال رو سریع هم ذکر میکنم. اینا نادرسته. دموکراسی حرف جدیدی است، دوران مدرن است، اما پیامبر هرگز در مسائل سیاسی خلاف رضایت مردم رفتار نکرده. من برهان دارم بر این، ادله هم ذکر کردم. حالا کسی هم فکر میکنه اسلام دین شمشیر، خب بر دنبال همونه. من اسلام رو رحمانی میدونم، تعددم معتقدم تعدده. اینا رو دیگران هم بزرگان اینجا نوشتند، گفتند. اینا توی ایران بعد از جمهوری اسلامی یک مدی مطرح شده، فکر میکنن که همه چیز مثل اسلام ستیزی و اسلاموفوبی هست. الان مهمترین متفکران مسلمان دنیا و اسلام پژوهان غیر مسلمان داره میگه آقا بهترین تکثر دوران پیشا مدرن بین مسلمانان بوده و قرآن کتاب تعدد تفکر، تعدد رویکرد هاست. کارل ارس یکیشه. شما نمیشناسید من چیکار کنم؟ لطفاً تاریخ به وجود آمدن فقه را بفرمایید. سوال خیلی بزرگ میکنید. تاریخ فقه برمیگرده به قرن دوم حداقل، اگر نگیم به قرن اول برمیگرده، مثل بقیه علوم اسلامی. کتاب زمین در فقه اسلامی آقای سید حسین مدرسی رو ببینید، در کنارش تاریخ فقه هم ایشون اونجا ذکر کردن. و یک کتاب دیگه شون، دو تا کتاب، چند تا کتاب داره، نوعاً رساله های فولسانس دکتریشون هست در این زمینه، اسمشون رو سرچ کنید در این زمینه میتونید بخونید. تاریخ جلسه بعدی هم بسته به این که من فرصت بکنم، توفیق داشته باشم، انشالله دنبال بکنم. همین بقیه بحث مهمی در این زمینه مونده. حالا بین یک هفته تا دو هفته دیگه انشاءالله اگه وقت شد. فروشنده زمین کشاورزی علامه طباطبایی در امروز شخص دیگری است که جناب حق داماد به شما فرمودند. حتی ایشون در این زمینه به من چیزی نگفتند، منم چیزی ننوشتم. اگر شما چیزی میدونید با ایمیل به من اطلاع بدید. اون چه که من گفتم مستند توی مقالات من هست، تو این گفتارا اومده. چیز دیگری من از کسی نقل نکردم. به نسبت به گفته هام و اون چه که میشنوم هم کاملا دقیق دنبال میکنم، در حد تحقیق تاریخی کوشش میکنم که حرف درستی به شنوندم تحویل بدم. حرف به اصطلاح اینم همه در حد علم انسانی است. ما اوتیتون من العلم الا قلیلا، علم ما هم خطا پذیر است، ما آدم معصومی نیستیم به طور کل. خب من با اجازتون دیگه بحث رو به همینجا خاتمه میدم. شما رو از تک تک شما سپاسگزارم که تحمل کردید تا اینجا
بحث من رو دنبال کردید. انشالله بس در جلسات دیگه اگه سوالی هم باقی موند با ایمیل برای من بفرستید، من پاسخگو هستم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.